زنان پیش رو داستان هایی برای دختران ایران دبیران تعلیف، الهام نظری، گلچهره سهراب، نویسندگان الهام نظری، گلچهره سهراب، سحر سلیمانی متین، شهرزاد حدادان، آرزو دهقانی، لیلا بابایی فلاح، مهرناز شیرازی عدل مقدمه قصه ها مهمند آدم خودش را در قصه های دیگران جستجو می کند. شنیدن داستان زندگی کسانی که به نوعی شبیه ما هستند به تصور ما از زندگی آیندهمان شکل می دهد و البته تأثیر این قصه ها در کودکی و نوجوانی خیلی بیشتر است. وقتی ما بچه بودیم، دخترانی بودیم بلند پرواز با آرزوهای بزرگ برای بهتر کردن زندگی خودمان و کسانی که دوستشان داشتیم. در زندگی ما اما قصه های دختران بلند پرواز اندک بودند قهرمانان بیشتر کتاب ها و کارتون ها مرد بودند و شخصیت های زن افراد منفعلی بودند که سرنوشتشان را دیگران برایشان رقم می زدن. انگار برایشان اصلا این گزینه وجود نداشت که خودشان تلاش کنند و زندگیشان را بسازند آنها باید صبر می کردند تا شاهزاده رویاها ها با اسب سفیدش بیاید و ببردشان و تا آن زمان اصلا کار و رویای دیگری نداشتند. چندی پیش متوجه شدیم در خارج از ایران کتابی منتشر شده که قهرمان قصه هایش زنانی هستند خود ساخته. زنانی که در رشته های مختلف حرفه‌ای کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داده بودند. آنها با دیدن مشکلات اجتماعشان آستین بالا زده و برای بهبود زندگی خودشان و هموطنانشان تلاش کرده بودند. با دیدن آن کتاب ذوق زده شدیم و حس کردیم همان کتابی است که باید در دوران کودکیمان برایمان میخواندند. ابتدا میخواستیم آن کتاب را ترجمه کنیم اما ناشر خارجی اعلام کرد با کشورهایی که عضو قانون حق مالکیت معنوی نیستند کار نمی کند. مشکل دیگر هم این بود که قهرمانان آن کتاب با الگوهای غربی انتخاب شده بودند و شرایط اجتماعیشان با دختران ما فاصله داشت. همانجا بود که ایده انجام ای مشابه در ایران به ذهنمان رسید. با خودمان گفتیم این همه زن توانا و موفق در ایران هستند که در همین خاک به دنیا آمده و بزرگ شده و در همین شرایط کارهای بزرگی انجام دادند پس چرا داستان زندگی آنها را برای دختران ما ننویسیم که هر شب قبل از خواب یکی از آنها را بخوانند و به جای منتظر ماندن برای شاهزاده قصه ها رویای فتح قله ها به دست خودشان را بسازند. ابتدا متنها را در شبکه های مجازی در صفحاتی با عنوان دخترها تسلیم نمی شوند منتشر کردیم و خوشبختانه استقبال خوبی هم شد. مادران و پدران به ما پیام دادند که هر شب یکی از قصه های ما را برای دخترانشان می خانند. دختران نوجوان به ما گفتند که چطور داستان یک زندگی برای تحقق رویایشان به آنها امید داده و افراد بسیاری از ما خواستند سرگذشت زندگی قهرمانشان را برایشان بنویسیم. آنقدر پیام های دلگرم کننده گرفتیم که با عشق به تلاشمان ادامه دادیم و حالا که حدود دو سال از شروع کار می نتیجه کارمان این کتاب است. داستان زندگی پنجاه زن فوقلاده ایران زمین. گرچه متن داستانها و تصاویر این مجموعه برای دختران نوجوان بهین سازی شده است، بر اساس تجربه ایمان از فضای مجازی می دانیم که زنان و مردان در سنین مختلف با این داستانها ارتباط برقرار می کنند. درباره روش جمعآوری اطلاعات باید به این نکته اشاره کنیم که برای ما امکان برقراری ارتباط با همه شخصیت های کتاب میسر نبود و جز در موارد محدود که امکان مصاحبه با شخصیت داستان را داشتیم برای نوشتن متنها از منابعی استفاده کرده ایم که در فضای عمومی منتشر شدهاند. برای اطمینان از صحت مطالب تا حد امکان تلاش کردیم که داستانها را با تکیه بر گفتگوهایی بنویسیم که خبرگزاریها و وبسایت های معتبر آنها را منتشر کرده بودند. فهرست تمام این منابع در انتهای کتاب ذکر شده است. اگر در هر یک از متنها اطلاعاتی به اشتباه ذکر شده است، از شما خوانندگان عزیز خواهش می که ما را در جریان بگذارید تا در چاپهای بعدی اصلاح شود. این کتاب اولین محصول چاپ شده از این پروژه است ولی کار ما با این کتاب تمام نخواهد شد. ما به انتشار این داستانها در فضای مجازی ادامه خواهیم داد تا دخترانمان در هر کجای ایران که هستند بتوانند به صورت مجانی آنها را بخوانند و با زنان توانمند کشور عزیزمان آشنا شوند. ما امیدواریم که در آینده این نزدیک جلد بعدی کتاب منتشر شود. نکته دیگری که لازم است در اینجا ذکر کنیم این است که هدف از نوشتن این داستان بیان تمام موفقیت های یک شخصیت نبوده است. زندگی هرفهی و شخصی این زنان آنقدر زیبا و شنیدنی است که در مورد هر کدام از آنها می یک کتاب نوشت. اما هدف این پروژه معرفی مختصر و داستانوار هر شخصیت بوده است. به علاوه، برخلاف آنچه در نوشتن زندگی نامه رایج است، ما تلاش کردیم نقطه ضعف و مشکلات و شرایط سخت زندگی این زنان را در داستان بیاوریم تا خوانندگانمان بدانند که اینها زنانی هستند از جنس ما نه قهرمانانی افسانه ای اگر علاقه هستید در مورد هر کدام از شخصیت ها بیشتر بدانید به شما پیشنهاد می کنیم که به منابع اشاره شده در آخر کتاب سری بزنید امیدواریم دختران و زنانی که این کتاب را می توانایی هایشان را بیش از پیش باور کنند و بدانند که با داشتن علاقه و تلاش کافی هیچ چیز برای یک زن غیر ممکن نیست. الهام نظری و گلچهر سهراب فهیمه احمدی دستجردی متولد 1360 تهران مهندس پرواز و خلبان روز بخیر احمدی هستم خلبان دوم پرواز مسافرها به هم نگاه می کنن. بعضی هایشان تعجب کردن. یه دفعه مادر فهیمه از خوشحالی به گریه می افتد و همه می ایستند و دست می زنند. حتی خانمی بعد از نشستن هواپیما صبر می کند تا او از کابین بیرون بیاید و به او بگوید از اینکه یک زن خلبان پرواز بوده خوشحال شده و انرژی گرفته است. فهیمه از بچگی عاشق پرواز کردن بود. تابستونا با خواهر و برادرهاش با چسب سیریش و کاغذ بادکنک ساخت و از پشت بام پروازش میداد دبیرستانش که تمام شد کنکور داد دوست داشت مهندسی پزشکی بخواند اما نشد بعد متوجه شد که مرکز آموزش فنون خدمات هوایی تهران امتحان ورودی گذاشته و دانشجو میگیرد چون دوست داشت درس بخواند امتحان داد و با نمره های خوبی قبول شد و در دوره های خلبانی شرکت کرد استادانش به او گفتند اگر بخواهد همین روند را ادامه بدهد و پرواز کند زمان زیادی میبرد تا خلبان شود و بهتر است به سراغ رشته های دیگر برود او پذیرفت و تصمیم گرفت مهندسی پرواز بخواند مهندس پرواز باید حواسش به سیستم های هواپیما بخش سوخت برق و مسیریابی باشد که اگر مشکلی پیش آمد حل کند همه از این انتخاب او تعجب کرده بودند چون پیش از او هیچ زن ایرانی مهندس پرواز نبود این برخوردها به جای اینکه جلوی او را بگیرد بیشتر به او انگیزه داد که رویایش را جدی تر دنبال کند چند سال بعد فهیمه اولین زن مهندس پرواز در ایران شد بعد از حدود سه هزار ساعت پرواز با سمت مهندس پرواز توانست کمک خلبان هواپیما شود. فهیمه میگوید هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. مسئولیت یکیست و چه بس خانمها دقیقتر و حساس تر این وظایف را میپذیرند. هرچند ما در شرایط فعالیتمان را شروع کردیم که معلمان خلبان همه مرد بودند. او انجمن بانوان هوانورد ایران را تأسیس کرد تا بهتر بتواند نقش تأثیر گذار زنان را در این صنعت به دیگران نشان دهد و به زنان دیگر که رویای پرواز دارند کمک کند تا به هدفشان برسند. لاله اسکندری متولد سی آزر 1354 تربت هیدریه هنرمند لاله هر وقت که در خیابانهای تهران رانندگی می کرد به فکر فرو می رفت که چقدر همه جا خاکستریه و آرزو میکرد روزی بتواند چهره شهرش را شادتر کند. او در خانواده هنر دوست بزرگ شده بود و از کودکی به طراحی و فعالیت های هنری علاقه داشت. در کودکی عاشق این بود که با خواهرش ستاره یواشکی از پنجره پشت بام به کارگاه طراحی فرش پدر بزرگ سرک بکشند. آن کارگاه و رنگهایش برای او دنیایی عجیب و جادویی بود. لاله بعد از تمام کردن دبیرستان نزدیک به نه سال در کارگاه استاد حسین ماهر نقاشی و کار با موزاییک را یاد گرفت. در طول این سالها ایده های زیادی برای زیبا کردن تهران به ذهن او رسیدند. سرانجام روزی تصمیم گرفت آستین ها را بالا بزند و با مسئولان شهرداری تهران درباره ایدههایش حرف زد. او به آنها توضیح داد که باد و باران و آلودگی هوا در مدت زمان کوتاهی رنگ نقاشی دیواری را خراب می کند ولی کاشی سالهای سال رنگ اولیش را حفظ می کند. لاله به آنها گفت که می تواند روی دیوارهای شهر طرحهای زیبایی با کاشی خلق کند. اگرش از کاشی برای تزین مسجدها استفاده می شد اما در تزینات شهری استفاده از آن کم سابقه بود. بنابراین مسئولان شهرداری در ابتدا برای انجام این کار مردد بودند. در گذشته تنها یک بار در تالار وحدت از کاشی برای تزیین شهر استفاده کرده بودند. همچنین خیلی ها به لاله می گفتند که این کار مردانه است و او نمی تواند با این ایده به جایی برسد. اما لاله کوتاه نیامد و بعد از دو سال تلاش در سال 1387 موفق شد مسئولان را راضی کند. قرار شد اولین طرحش را روی یکی از دیوارهای پل ستاری اجرا کند. امروز بسیاری از اتوبانهای تهران با طرحهای لاله رنگ و لعاب گرفتند. رنگهای شاد این کاشیکاریها که با استفاده از نمادهای ایرانی طراحی شده اند، هر روز به هزاران ایرانی احساس شادی میدهند و لاله وقتی برق کاشیها را میبیند که مانند روز اولشان میدرخشند لبخند رضایت میزند. لاله می گوید من فکر می کنم هر کسی می تواند ایده هایش را اجرا کند. فقط باید خودش را باور کند تا دیگران هم او را باور کنند. نزهت امیری متولد 22 آزر 1339 اهواز موسیقی دان و اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران وقتی نزهت کلاس اول دبستان بود پدرش از سفر برایش عروسکی آورد که کوک میشد و تبل میزد این طور بود که اولین جوانه های علاقه به موسیقی در ذهن نسحت کوچک پا گرفت. سالی که نسحت دیپلمش را گرفت، رشته موسیقی در دانشگاه ارائه نمی شد. اما او از علاقهش دست نکشید، پولهایش را جمع کرد و ستاری خرید و شروع به تمرین موسیقی کرد. چندی بعد در کلاس های آموزش موسیقی استاد پرویز منصوری شرکت کرد. استاد منصوری با دیدن علاقه و استعدادش او را بسیار تشویق می کرد و به او می گفت من در چشمان تا بتهوون را می بینم. نسحت با عشق و تلاش از روی دست نوشته های استاد تاریخ و تئوری موسیقی را یاد گرفت. بعد از مدتی استاد منصوری از نسحت خواست که ارکستری را رهبری کند. نسحت با ناباوری پذیرفت و این کار را انجام داد. بعدها استادان دیگری از جمله هوشنگ کامکار با دیدن تواناییش به او پیشنهاد هدایت گروه کر را دادند و او کم کم به یک رهبر ارکستر حرفه‌ای تبدیل شد. نزهد اعتقاد داشت که برای شکوفا شدن خلاقیت در موسیقی باید از کودکی آن را آموزش داد. اما آموزش موسیقی به کودکان سخت بود. نمیشد آنها را به ساز زدن از روی نوت وادار کرد. بچه ها دوست داشتن با ساز صداهای مختلف تولید کنند. او پس از تحقیقات بسیار دریافت که باید ریتم نحوه تولید موسیقی و کار کرده گوش را از طریق بازی به کودکان آموزش داد. نزهت ده ها کتاب درباره چگونگی آموزش موسیقی به کودکان تعلیف کرده است. او بعد از باز شدن دانشگاه ها در سال 1368 به دانشگاه رفت و تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته آهنگسازی ادامه داد. نسحت سال هاست که مشغول آموزش موسیقی است و شاگردان زیادی را از کودکی تربیت کرده و در کنار آن کار رهبری ارکستر را هم انجام می دهد. او ارکسترهای بزرگی همچون ارکستر 68 نفره استاد حسین دهلوی و ارکستر نقمه باران را رهبری کرده است. در سال 1397 نهزت امیری ارکستر ملی ایران را در تالار وحدت رهبری کرد و نام خود را به عنوان اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران در تاریخ موسیقی کشورمان ثبت کرد. آذر اندامی 1305 28 مرداد 1363 رشت زشک و باکتری شناس سیاره زهره حفره های زیادی دارد که هر کدامشان به یاد یک زن نامدار جهان نامگذاری شده است و نام دکتر آزر و اندامی به عنوان تنها زن ایرانی در کنار دیگر زنان نامدار جهان می درخشد. آزر دختر بچه کنجکاو و سخت گوش بود با آرزوهای بزرگ. مادرش به تنهایی مسئولیت زندگی او و سه برادرش را به عهده داشت به همین دلیل آذر برای کمک به خرج خانه تدریس خصوصی و سوزندوزی می کرد. کنار این کارها در درسش هم موفق بود و یک سال جهشی خواند و در سن 19 سالگی در شهر رشت شغل معلمی را آغاز کرد. کمی بعد در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرد و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. آذر در دوران تحصیلش ساعتهای طولانی را در بیمارستان میگذراند و گاهی به جای پزشکان دیگر هم کشیک میداد انگار هیچ چیز او را خسته نمیکرد آن زمان هنوز تعداد بسیار کمی از زنان شاغل بودند اما آذر در کارش خیلی موفق بود و پس از دریافت بورسیه تحصیلی با شوهر و سه فرزندش راهی کشور فرانسه شد تا در مؤسسه انستیتو پاستور فرانسه درباره بیماریهای باکتریایی و عفونی مطالعه کند او بعد از اینکه مدرکش را گرفت در تهران تحقیقاتش را ادامه داد تحقیقات او در مبارزه با بیماری های افونی جان خیلی ها را نجات داد و در سالهایی که وبا در ایران و کشورهای منطقه شایع شده بود، او توانست واکسنی را برای این نوعوبا اختراع کند که هم در ایران و هم در کشورهای همسایه استفاده شد آذر آنقدر عاشق کارش بود که حتی وقتی فهمید سرطان دارد به کار در بیمارستان ادامه داد روزی در هنگام معالجه یک مریض تعادلش را از دست داد و بیهوش شد و کمی بعد از دنیا رفت در سال 1371 انجمن بین‌المللی نجوم نام دکتر آذر اندامی را بر یکی از حفره های سیاره زهره گذاشت. دپاس خدمات او بخشی از انستیتو پاستور ایران و خیابانی در شهر رشت به نام او نامگذاری شده است. انوشه انصاری متولد 21 شهریور 1345 مشهد مهندس و گردشگر فضایی انوشه همیشه عاشق فضا و فضا نوردی بود. او ساعتها و ساعتها به آسمان خیره می و فکر می کرد که آیا آدمهای دیگری هم مثل ما در آسمانها وجود دارند؟ وقتی انوشه 16 ساله بود، خانوادهش تصمیم گرفتند به آمریکا مهاجرت کنند. انوشه از آن سرزمین جدید و غریبه می ترسید. آخه او زبان انگلیسی بلد نبود. هیچ چیز در اون سرزمین براش آشنا نبود. او حس می کرد گم شده. اما ترس نتونست جلوی انوشه رو بگیره. او خیلی زود زبان انگلیسی را یاد گرفت و در درسهایش موفق شد. انوشه در رشته مهندسی الکترونیک درس خواند و بعد از آن در یک شرکت مخابراتی شروع به کار کرد و همانجا بود که با همسرش حمید آشنا شد. بعد از مدتی آنها شرکتی افتتاح کردند و کارشان را رونق دادند. سه سال بعد شرکتشان را فروختند و شرکت دیگری راه انداختند و سرمایه بیشتری به دست آوردند. انوشه رویای نوجوانیش را فراموش نکرده بود. هنوز آرزو داشت به فضا سفر کند. بالاخره دل به دریا زد و برای سفری هیجان انگیز به فضا ثبت نام کرد. انوشه همه ی های سفرش را خودش پرداخت کرد و تمرینات سخت و فشرده ای را پشت سر گذاشت تا برای سفر به فضا آماده شود. سرانجام انوشه به رویای کودکیش رسید و ده روز را در ایستگاه فضایی بینون گذراند. ایستگاه فضایی مثل ماهوارهی بزرگ بود که به دور زمین میچرخید و فضانوردان میتوانستند مدتی در آنجا زندگی کنند. انوشه در طی این سفر بسیار هیجان زده بود. او بعد از بازگشت به زمین تصمیم گرفت در رشته ستاره شناسی درس بخواند. انوشه زندگی نامش را نوشت و چاپ کرد. کتابی به اسم رویای ستارگان از دوران کودکیش تا زمان سفرش به فضا. انوشه میگوید رسیدن به رویاها هیچ قیمتی ندارد و همه انسان ها باید هیجان رسیدن به رویاهایشان را تجربه کنند. مرزیه برومند متولد 17 خرداد 1330 تهران کارگردان، عروسکگردان و بازیگر در یک روز زیبای بهاری دختری در تهران به دنیا آمد که اسم او را مرزیه گذاشتند. کودکی مرزیه و خواهر و برادرهایش با شعر و هنر آمیخته بود. مادر مرزیه زن خلاقی بود با روحیه ای هنرمندانه. او یک بغچه داشت که در آن کلاه و دامن و چادر و وسایل نمایش داشت و هر وقت بچه ها خیلی شلوغ می کردن بخشش را باز می کرد و با آنها نمایش اجرا می کرد. در تعطیلات تابستان آنها در بالکن خانهشان پرده میزدند و برای نمایش خانگیشان به اهل محل بلیت میفروختند. مرزی از دبستان همیشه عضو گروه نمایش بود. دبیرستانی بود که آوازه گروه تئاترشان به سایر مدارس منطقه رسید و گهگاه با سایر مدارس منطقه مسابقه میگذاشتند. در این زمان مرزیه به طور حرفه‌ای وارد کار تئاتر شد و در برنامه جوانان رادیو شروع به فعالیت کرد. سال 1348 مرزیه موفق شد به رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبا وارد شود. در سالهای آخر دانشگاه مرزیه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار در تئاتر کودک مشغول شد و در آنجا با نمایش عروسکی مدرن آشنا شد. چندی بعد و اولین تیم تئاتر کودک در تلویزیون پیوست و بعد از اجرایش در نمایش گنجیشک و پنبدان معروف شد. در سال 1359 مرزیه تصمیم گرفت کارگردانی را تجربه کند و مجموعه تلویزیونی دیو چو بیرون رود را ساخت. مدرسه موشا که سومین تجربه کارگردانی مرزیه بود با استقبال فراوانی روبرو شد. چند روز بعد از پخش این برنامه مرزیه داشت در خیابان راه می رفت که صدای چند کودک را شنید که شعر متن مدرسه موشها را می خواندند. او با شنیدن صدای این کودکان متوجه شد که چقدر کاری که انجام می دهد اهمیت دارد و چه مسئولیت بزرگی در برابر مردم و جامعه اش دارد؟ مرزیه در طی سالیان، با کارگردانی، بازیگری و عروسک گردانی ده ها مجموعه تلویزیونی از جمله خونه مادر بزرگه، الو الو من جوجو هم و قصه های تا به تا شادی را به خانه های ایرانی ها آورده است. مرزیه سعی می کند در کارهایش به رشد جامعه ایرانی هم کمک کند. مثلا کتاب فروشی هدهد فرهنگ کتابخانی را ترویج می کند. آب اهمیت مراقبت از محیط زیست را به ما یادآوری می کند و خونه مادر بزرگ نشان می دهد که ما می با وجود اختلاف سلیقه به هم احترام بگذاریم و با آرامش در کنار هم زندگی کنیم. رخشان بنی اعتماد متولد 14 فروردین 1333 تهران کارگردان رخشان رشته معماری را خیلی دوست داشت بعد از پایان مدرسه کنکور داد و در همین رشته هم قبول شد. اما چون خرج دانشگاه زیاد بود و مادرش باید تنهایی هزینه ها رو میداد تصمیم گرفت همزمان کار هم بکند. همان وقت ها برای تلویزیون منشی صحنه استخدام می کردند. اول باید چند ماهی درس می خوند تا بعد بتواند کار کند. آن وقتها هنوز دلش نمیخواست فیلم بسازد. معماری را خیلی دوست داشت اما وقتی داشت به عنوان منشی صحنه درس میخواند و کار میکرد به او اجازه نمیدادند که رشته معماری هم بخواند رخشان تصمیم گرفت صبر کند تا درسش تمام شود و بعد معماری بخواند اما هرچه بیشتر میگذشت به کارگردانی بیشتر و بیشتر علاقهمند میشد زندگی آدمهای واقعی آنقدر براش جذاب بود که دلش میخواست قصه همه اونها را در فیلمهاش بازگو کند زندگی واقعی آدم های دیگه با همه شادی ها و غم هایشان. ولی آدم که یک شبه کارگردان نمیشه. رخشان میدانست که برای رسیدن به هدفش باید صبور باشه و قدم به قدم پیش بره. منشی صحنه شدن انتخاب هوشمندانه بود چون کسی که میخواهد فیلم بسازد بهتر از مدتی منشی صحنه باشد. منشی صحنه حافظه کارگردان است و در زمان فیلم برداری باید حواسش به همه چیز باشد. از گیریم و لباس بازیگرها گرفته تا نور و صدا و وسایل صحنه فیلم برداری و خیلی چیزهای دیگه. رخشان سالها به این کار ادامه داد. خسته نشد، عجله نکرد و دست از کار نکشید. فقط به خودش زمان داد تا درباره فیلم سازی شغلی که حالا آرزویش را داشت همه چیز را خیلی خوب یاد بگیرد. پس از آن چند فیلم مستند ساخت. آنچنان شیفته آدم ها بود که فیلمهایش را با نگاه به زندگی واقعی آنها می ساخت. 14 سال بعد اولین فیلم بلند داستانیش را ساخت. بعد از آن هم فیلم نامه ای نوشت که جایزه جشنواره فیلم فجر را برد. رخشان موفق شد زیرا میدانست برای رسیدن به هدف باید درس هایی را که زندگی به او میدهد خوب یاد بگیرد و از همه مهمتر نباید عجله داشته باشد. حالا او را بانوی سینمای ایران می دانند. کارگردانی که بیشتر از هر کارگردان دیگری از جشنواره های ایران و جهان برنده جایزه شده است. شخصیت هایی که او در فیلم هایش هم مثل خودش همینقدر اهل مبارزه و برای رسیدن به هدفشان می جنگند. سیمین بهبهانی 28 تیر 1306 28 مرداد 1393 در تهران شاعر سیمین از نوجوانی بیان که کسی بداند برای خودش شعر می نوشت. روزی مادرش یکی از شعرهاش رو پیدا کرد و با تعجب پرسید سیمین این شعر رو خودت نوشتی؟ چند روز بعد پروین اعتصامی بانوی شعر ایران به خانه آنها آمد و وقتی شعر سیمین را شنید پیشانیش را بوسید سیمین با خودش گفت یعنی yani می شود من هم یک روز مثل پروین شاعر بزرگی بشوم؟ پروین چند ماه بعد از دنیا رفت اما سیمین آن دیدار را هیچ وقت فراموش نکرد. او شعرهای پروین را که درباره مردم و مشکلاتشان بود می خاند. رفته رفته آدمهای بیشتری متوجه استعداد سیمین شدن و شعرهایش که بیشتر عاشقانه و گاهی هم مردمی بودند در رادیو و مجلات منتشر شد. در آن دوره خیلی از شاعرها به دنبال تحول در شعر فارسی بودند مثلا نیما شعر نو را ابدا کرد که وزن شعر کهن را نداشت و موضوعش دقدقه های جامعه بود سیمین غزل را خیلی دوست داشت و فکر میکرد غزل باید مطابق خواستهای مردم تغییر کند علاوه بر این فکر و ذهن سیمین مردم بودند او اصلا تحمل ظلم و پایمال شدن حقوق کسی را نداشت گاهی مطلبی را در روزنامه میخواند و احساساتش لبریز میشد و شعری به قلمش میآمد شعر و فعالیت های اجتماعی سیمین مخالفان زیادی داشت اما سیمین به خاطر عشقی که به مردم کشورش داشت هیچگاه تسلیم نشد و ایران را ترک نکرد یک بار شعری سرود که با آن میخواست بگوید در برابر مخالفانش تمام قد خواهد ایستاد این شعر اینطور شروع می شود. یک مترو هفتاد صدم افراشت قامت سخنم یک مترو هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک مترو هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جاندلارای قزل جسم شکیبای زنم امروز به سیمین بهبهانی نیمای قزل میگویند و شعرهایش که پر از عشق به میهن هستند در داخل و خارج ایران معروفند مثلا شعر زیر که خیلی ها شنیدند اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش حدیث حب بل و شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش پروین بهمنی متولد 1328 ایل قشقایی لالایی خان و پژوهشگر موسیقی قشقایی. پروین با لالایی های دایش که زن خوشصدایی بود بزرگ شد. این لالایی ها و حضور پررنگ ساز و آواز محلی در زندگی ایالاتی و قشقایی او را به موسیقی علاقه مند کرد. پروین از همان دوران مدرسه کار موسیقی را شروع کرد. بعد از تمام کردن دبیرستان، تربیت معلم خواند و مدتی معلم بود. اما بعد از ازدواج و بچه دار شدن مجبور شد معلمی را کنار بگذارد. پروین و همسرش زمینی داشتند و پروین کشاورزی روی آن زمین را فقط با یک کارگر شروع کرد. بچه کوچکش را بر می داشت و از کوه و بیابان با ماشین لند روور می رفت سر زمین و در حین کار لالایی می خاند. همه چیز را در کشاورزی یاد گرفته بود. مثلا اینکه چطور با موتور آب از چاه بکشد یا روغن موتور را عوض کند پروین رابطه خوبی با مردم روستا داشت برای بچه ها کتاب می برد و زنها را تشویق می کرد که صنایع دستی تولید کنند و کتاب بخوانند. بعضی از این زنها صداهای خوبی داشتند. پروین خیلی از نقمه های محلی را همانجا ضبط می کرد. چند سالی که به این شکل گذشت تا اینکه همسرش تصمیم گرفت زمینشان را بفروشد. پروین خیلی غمگین شد چون کارش را خیلی دوست داشت. اما ناامید نشد و بیشتر از قبل علاقهش به موسیقی محلی را دنبال کرد. اواخر دهه شست بود که کاری پژوهشی را با همکاری محمد رضا درویشی در حوزه موسیقی قشقایی شروع کرد. آنها به دهات مختلف سفر می کردند تا موسیقی قشقایی را زنده نگاه دارند. خیلی از این نقمه ها مثل موسیقی عاشق های قشقایی داشتن فراموش می شدند و از بین میرفتند. رفتند. پروین این موسیقی را به فارسی زبانان هم یاد داد. بعد گروه هاوا را تشکیل داد که نوازنده هایش همه قشقایی بودند و خودش هم در این گروه لالایی می خاند. پروین آلبون های نقمه های آشیقی قشقایی و آواز های قشقایی را منتشر کرده و کتاب های زیادی هم در حوزه موسیقی اقوام به چاپ رسانده است. او برای کارهایش جوایز زیادی از جمله نشان درجه یک هنری برای آواز از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرده است. دانشگاه ها و مراکز پژوهشی موسیقی بسیاری در سراسر جهان نیز به او مدارک افتخاری و تقدیرنامه دادند. شیرین بیانی متولد 11 مرداد 1317 تهران تاریخدان در یکی از روزهای گرم مرداد شیرین در خانواده ایت برهنگی به دنیا آمد او در محیطی گرم و صمیمی بزرگ شد اصرا در حیات خانه با خواهرش بازی می کرد و وقتی پدرش از سر کار برمیگشت به آغوش او می پرید. پدر همیشه برای شیرین و خواهرش کتاب می آورد. شیرین از همان کودکی آرزو می کرد که مثل پدرش استاد تاریخ دانشگاه بشود و هر روز با کتاب به خانه بیاید. شیرین دوران ابتدایی را به مدرسه منوچهری رفت و دوره متوسط را در دبیرستان ژاندارک و انوشیروان دادگر گذراند. کلاس ششم ادبی شاگرد اول کل دبیرستانهای تهران شد. شیرین در دوران مدرسه در درس ریاضیات ضعیف و در ادبیات قوی بود خاطرات تلخش مربوط به کلاس های ریاضی و خاطرات شیرینش مربوط به کلاس های ادبیات بود. او گنجه ای از دوران کودکی و نوجوانیش دارد که سالی یک باران را باز می کند. گنجه ای پر از کاغذ های شعر و سفرنامه های آن دوران و همچنین دفتر انشای کلاس ششم ادبیش. شیرین چهارده سال بیشتر سن نداشت که ترجمه داستانهای کودکانه از زبان فرانسوی به فارسی را شروع کرد. بعدها کتاب های زیادی نوشت. در سال 1370 کتاب سجلیش دین و دولت در ایران عهد مغول برنده جایزه کتاب سال شد. او با محمد علی ندوشن ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. شیرین همیشه خانوادهش را در درجه اول اهمیت قرار میداد. تخصص شیرین بیانی به عنوان زن تاریخدان ایرانی مربوط به دو دوره است. دوره تاریخ مغول و دوره ایران باستان. او تا کنون 18 کتاب نوشته و حدود 43 سال در دانشگاه تدریس کرده است. شیرین بیانی علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران به سفرهای پژوهشی بسیاری در غاره های آسیا، اروپا و آمریکا رفته است. شیرین میگوید من زندگیم را بر پایه سه اصل بنا کردم. مهرورزی و احترام به انسانیت، عشق به هموطن و کشورم، و هواخواهی دانش و هنر و فرهنگ. شیرین پارسی متولد فروردین 1334 تهران کشاورز و کارآفرین. شیرین از کودکی عاشق باغچه خانهشان بود و آرزو داشت روزی بتواند باغچه بزرگ داشته باشد. بزرگ که شد برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. او در فرانسه ازدواج کرد و کمی بعد با همسرش محمد رضا به ایران برگشت تا به آرزوی کودکیش یعنی کشاورزی برسد. آنها تصمیم گرفتن در زمین خانوادگیشان در روستای شاندرمن استان گیلان برنج کاری کنند. اوایل کار خیلی سختی کشیدند. بیشتر جاده های منطقه خاکی بود و آب و برق نداشتند. وقتی محمد رضا برای پیگیری کارها به روستا می رفت تا چند ماه نمی توانست برگردد و تنها دلگرمی شیرین صدای پتک آهنگری بود که جلوی خانهشان کار میکرد و او میفهمید که تنها نیست. شیرین و محمد رضا هیچ چیزی از کشاورزی نمیدانستند. با این حال با استفاده از تجربه پدر محمد رضا و مطالعه درباره روش های جدید کشاورزی کار را شروع کردند. آنها با دو پسرشان شبانه روز در مزرعه کار می کردند. شیرین بسیاری از مسئولیتها را بر عهده گرفت و مدیریت کارگرها با او بود. شیرین پی برد که دلیل موفق نشدن کشاورزان منطقه این است که روش های پیشرفته کشاورزی را استفاده نمی کنند. او تصمیم گرفت تغییراتی در روش کارشان ایجاد کند مثلا در آن زمان زمین را به قسمت های کوچکی به اسم کرت تقسیم می کردن. اما چون آب کم بود نمی شد آن را به درستی بین این کرت کوچک تقسیم کرد. آنها اولین کشاورزان منطقه بودند که کف زمینشان را صاف و یک تکه کردند و برای آبیاری و کاشت از روش های پیشرفته و علمی روز استفاده کردند. آنها در نهایت توانستند با نوآوری‌هایشان در کاشت برنج با استفاده از ماشین‌های کشاورزی جدید محصول بیشتر و بهتری تولید کنند و الگوی کشاورزان منطقه شدند. شیرین تا امروز جایزه ها و تقدیرنامه های زیادی گرفته است و به عنوان کشاورز نمونه و همچنین کارآفرین نمونه استان انتخاب شده است. او عضو هیئت مدیره ی انجمن زنان کارآفرین است و فعالیت‌های اجتماعی زیادی هم در زمینه حفظ محیط زیست و کارآفرینی زنان انجام می‌دهد. شیرین می‌گوید: من اعتقاد داشتم بایستی کار کنیم، تلاش کنیم. باید که به نتیجه برسیم. در خودمان تحول ایجاد کنیم و در محیط زندگیمان اثرگذار باشیم. آلنوش تریان 18 آبان 1299 15 اسفند 1389 تهران فیزیکدان و منجم آلنوش دختری ارمنی بود که در خانواده ای با فرهنگ و هنر دوست زندگی میکرد آلنوش پرتلاش و درس خوان بود آن وقتها دبیرستانی برای ارامنه وجود نداشت برای همین آلنوش به مدرسه زرتشتی ها رفت و بعد از آن در دانشگاه تهران رشته فیزیک خواند او درخواست بورسیه تحصیلی در خارج از کشور داد ولی استادش با درخواستش مخالفت کرد. خانوادهش وقتی علاقه و اشتیاق او را دیدن هزینه تحصیلش در دانشگاه سوربن فرانسه را فراهم کردند و آلنوش دکترای فیزیک گرفت. آلنوش گفت میخوام کاری کنم که هر کسی نتواند. از بچگی دیده بودم که همه میگفتن دخترها نمیتونن هر کاری را انجام بدن. مثلا نمیتونن ریاضی بخوانند. این حرفها همیشه ناراحتم هم میکرد و میخواستم ثابت کنم که دختر یا پسر بودن فرقی ندارد و اگر انسان استعداد و پشت کار کافی داشته باشد از عهده هر کاری برمیآید و ثابت هم کردم آلنوش درسش که تمام شد به ایران برگشت چون دلش میخواست در کشور خودش و برای مردم خودش کار کند در سال 1343 استاد دانشگاه تهران شد و اولین کسی بود که فیزیک ستاره ها یا همان اختر فیزیک را در ایران درس داد. او در سال 1345 اولین رصدخانه فیزیک خورشیدی و اولین تلسکوپ خورشیدی را در ایران پایه گذاری کرد. آلنوش که به مادر ستاره شناسی ایران معروف شده سی سال در دانشگاه درس داد و شاگردان زیادی تربیت کرد. او می گفت که عاشق ستاره ها و فیزیک است و همیشه به آنها فکر می کند. آلنوش هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه نداشت و وقتی پیر شد خانه اش را به افراد نیازمند و محتاج داد و خودش در خانه سالمندان زندگی کرد. آلنوش تریان با تلاش و پشتکار نترسیدن از سختی ها و مشکلات را ثابت کرد که می توان فیزیک و ریاضی و همه درس ها را خواند و در آنها به موفقیت رسید. سوسن تسلیمی متولد 18 بهمن 1328 رشت بازیگر در سهرگاه یک روز برفی سال 1328 دختری سبز رو به نام سوسن تسلیمی در رشت به دنیا آمد پدر و مادرش بازیگر تئاتر بودند وقتی سوسن دو ساله بود همراه خانوادهش به تهران آمد شبها که پدر و مادرش برای بازی به سالن تئاتر فردوسی می رفتند سوسن را با خودشان می بردند سوسند پشت صحنه تئاتر می نشست و نمایش را تماشا میکرد. پدرش دوست داشت سوزن دکتر شود ولی دنیای پر از رنگ و جادو آینده او را تغییر داد. او عاشق لباس های نمایش، گریم های پر رنگ و لعاب، سحنه های و نمایش های خنددار بود. پنج ساله که بود مادرش از دنیا رفت. این اتفاق او را بسیار اندوهگین کرد و شادمانی زندگیش را دزدید. از آن پس مادر بزرگش از او و خواهر و برادرش نگهداری کرد. در دوران کودکی عاشق فیلم و تئاتر بود و هر جمعه با خانوادهش به سینما می رفت. در کلاس هشتم با مرزیه برومند و خواهرش راضیه هم کلاس و دوست شد. آنها با هم داستان کوتاه و بلند می نوشتند و نقاشی می کشیدند و داستان مصور خلق می کردند. در آن زمان تلویزیون تازه وارد ایران شده بود و از بین بچه های کلاس فقط مرزی برومند در خانه تلویزیون داشت. هر روز صبح که به مدرسه می رفتن مرزی فیلم هایی را که دیده بود برای سوسن تعریف می کرد. سوسن در دانشکده هنرهای زیبا درس خواند و بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما شد. بعضیها او را بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران می دانند. سوسن تسلیمی ماندگارترین نقشای خود را در فیلم های بهرام بیزایی همچون چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر بازی کرده است. سوسن تسلیمی در سال 1369 به همراه دخترش توکا به کشور سوئد مهاجرت کرد. او چندین سال عضو هیئت مدیره ی انستیتوی فیلم سوئد مهمترین مرکز تصمیم گیرنده فیلم سوئد بود و همکنون از اعضای هیئت مشاوران تئاتر وزارت فرهنگ سوئد است. بدرول زمان تیمور 1287 تا 1374 نردین سمنان اولین دندان پزشک زن ایران بدری سه ساله بود که با خانوادهش که از ملاکان بزرگ خراسان بودند به تهران رفت. آن زمان اواخر دوره قاجار بود و خیلی رسم نبود که دخترها برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. اما بدری که دختر با استعدادی بود با حمایت پدرش به فرانسه و سپس بلژیک رفت و دندان پزشکی خواند. برادر بدری عبدالحسین در سرنگونی قاجار نقش عمده ای داشت اما بعد در حکومت پهلوی به خاطر اختلاف با رضاخان به زندان افتاد. در همین زمان بدری دوست داشت به آفریقا برود و در آنجا به مردم کمک کند اما با اصرار مادر و پدرش به ایران برگشت کمی بعد خانواده بدری به کاشمر تبعید شدند و او پنج سال را با آنها در تبعید سپری کرد بعد از تمام شدن دوره تبعید بدری با مادرش به مشهد رفت و در آنجا مطب دندانپزشکی باز کرد آن موقع در مشهد دانش دندانپزشکی وجود نداشت و فقط دندان کش وجود داشت. بدری وقتی متوجه این قضیه شد و چون شاهد وضعیت دندان کشی بدون رعایت بهداشت در مشهد بود، با خودش گفت یک کاری کنم که اینجا هم مثل بلژیک شود. تصمیم گرفت که یک دندان دندانپزشکی در مشهد تأسیس کند. در همین حین دندانپزشک جوانی به اسم اسماعیل سندوزی از تهران به مشهد فرستاده شده بود و متوجه شد که در این شهر بزرگ و پر مهاجر فقط دو دندانپزشک وجود دارد بدری یا همان دکتر تیمورتاش با کمک دکتر سندوزی اولین دانشکده دندانپزشکی مشهد را تأسیس کردند بدری زحمت بسیاری کشید و در حالی که تدریس میکرد باید هفته دو بار هم به تهران میرفت و با هیئت اومنا صحبت میکرد. برای او خیلی مهم بود که شرایط برای دانشجویان فقیر و غنی برابر باشد و استعدادی تلف نشود. به همین دلیل سرویس رایگانی برای کسانی که نمیتوانستند به خاطر دوری به دانشگاه راه اندازی کرده بود. و به دانشجویانی که توانایی مالی نداشتند و از شهرهای کوچک برای زندگی و تحصیل به مشهد آمده بودند کمک میکرد. دانشجویان او را مثل مادر خود می و بعدا او به مادر دندان پزشکی ایران معروف شد و در دنیا اولین زنی بود که به ریاست یک دانشکده دندان پزشکی رسید. پریروخ دادستان اول فروردین 1312 22 آبان 1389 تهران مادر روانشناسی ایران پریرخ عاشق درس خواندن و یاد گرفتن بود تابستان ها به دوستانش که تجدید شده بودند درس میداد و آنها با نمره های خیلی خوبی قبول می شدن. مسئولان مدرسه فکر میکردند این دانش آموزان معلم خصوصی گرفتند در حالی که معلم آنها کسی جز پریروخ کوچک نبود پریروخ در 16 سالگی دیپلمش را گرفت و تنها زنی بود که در آزمون اعزام به خارج قبول شد و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. او آنقدر در درسهایش موفق بود که دکتر ژان پیاژه یکی از معروفترین روانشناسان دنیا استاد راهنمایش شد. سوئیس کشور گرانی بود و پریروخ وضع مالی چندان خوبی نداشت و بیشتر وقتها غذایش نان و پنیر بود. یک بار که امتحان درس پیاژه را داشت یکی دو روز بود غذا نخورده بود و چون پول کافی برای سوار شدن به قایق نداشت مجبور شده بود از خانهش ساعت پنج صبح پیاده راه بیفتد تا به موقع به امتحان برسد وسط امتحان از خستگی و گرسنگی داشت از هوش میرفت که دوستش برایش کیک و قهوه خرید و او را نجات داد پریرخ آن امتحان را با نمره خوبی قبول شد پریروخ با همه این سختی ها دوره کارشناسی را به جای چهار سال سه ساله خواند و دکترایش را گرفت و تصمیم گرفت به ایران برگردد. پیاژه آنقدر به توانایی پریروخ باور داشت که سعی کرد او را از برگشتن منصرف کند و پیشنهاد ریاست مرکز شناختی نیویورک را به او داد. اما پریروخ عاشق ایران بود و تصمیمش را گرفته بود. به پیاژه گفت شما امثال من زیاد دارید ولی مملکت من ندارد و من باید برگردم. پریرخ بعد از برگشتن به ایران درس هایی را که از پیاژه آموخته بود در ایران اجرا کرد و آموزش داد. در سال 1354 در دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد و بعدها استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد تهران جنوب نیز شد. علاوه بر حضور در دانشگاه در خانه او همیشه به روی دانشجویانش باز بود و آنها را مثل فرزندان خودش راهنمایی و هدایت می کرد. او تحقیقات زیادی در زمینه روانشناسی انجام داد و کتابها و مقاله های بسیاری نوشت که خیلی از آنها برنده جایزه شدند. پریرخ در سال 1381 چهره ماندگار روانشناسی ایران شد. خیلیها به او مادر روانشناسی ایران می گویند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران سیمین دانشور هشت اردی به هشت هزار شیراز نویسنده سیمین در شیراز به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد در جوانی به تهران رفت تا در دانشگاه تهران ادبیات بخواند. در سال 1320 بعضی کشورهای درگیر جنگ جهانی ایران را اشغال کردند و در چند شهر از جمله شیراز قحطی و گرانی بیداد میکرد فقر مردم و وضعیت نابسامان کشور سیمین را خیلی آزرده میکرد او در این زمان دانشجو بود و در رادیو تهران و روزنامه ایران کار میکرد و داستانهای کوتاه هم مینوشت آن زمان در ایران هیچ زن داستان نویس مطرحی وجود نداشت اما سیمین با تشویق استادش و نویسنده های دیگری مثل صادق هدایت داستان کوتاهش را در کتابی به نام آتش خاموش چاپ کرد. وقتی که داستان سیمین چاپ شدند، نام او در میان نویسندگان مهم آن زمان که همگی مرد بودند درخشید. همان سالها با جلال آل احمد که او هم نویسنده بود آشنا شد و ازدواج کرد. سالهایی که جلال درآمدی نداشت، سیمین با اینکه عاشق نوشتن بود، بیشتر وقتش را به ترجمه کتاب میگذراند تا مخارج خانه را بپردازد دو سال بعد از ازدواج با جلال سیمین ای گرفت و برای درس خواندن به دانشگاه استنفورد آمریکا رفت سیمین بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به ایران بازگشت در آن دوره شرایط سیاسی کشور بسیار ناامید کننده بود اما سیمین که زنی آرام بود وارد دعواهای سیاسی متداول آن زمان که شوهرش جلال هم خیلی در آنها شرکت میکرد نمیشد. نمی شد. کمی بعد سیمین در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. نوشتن داستان و رمان را هم ادامه داد. در سال 1348 سیمین رمان سو و شون را چاپ کرد. این رمان اولین رمان فارسی است که نویسنده آن یک زن است. سووشون از مهمترین رمانهای فارسی به شمار می آید و به هفته زبان دنیا ترجمه شده است. داستان این رمان روایت سالهای اشغال ایران در جنگ جهانی است که سیمین خود در دوره دانشجویی شاهد آن بود. راوی داستان سووشون زنی به اسم زری است. سیمین بعد از انتشار این کتاب به یکی از مطرح ترین نویسنده های ایران تبدیل شد و در هر کدام از رمانهایش در دورنج در مردم و به خصوص زنان را در دوره های پرفراز و نشیب تاریخ معاصر ایران حکایت کرد. سیمین دانشور در سال 1390 درگذشت و خانه او و جلال به موزه تبدیل شد. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران نازنین دانشور متولد 16 آذر 1362 تهران مهندس کامپیوتر و کارآفرین. نازنین از کودکی در کارهای مختلفی مثل تعمیر کولر و پنچرگیری ماشین به پدرش کمک می کرد. برای همسایه ها خیلی عجیب بود که یک دختر این کارها را انجام می دهد ولی او از یاد گرفتن کارهای جدید خیلی لذت می برد. نازنین بزرگ که شد در رشته مهندسی نرم افزار تحصیل کرد و چند سالی به عنوان برنامه نویس در شرکت های مختلف کار کرد. نازنین اگرچه کارش را دوست داشت ولی همیشه دلش میخواست شرکت خودش را راه بیندازد. اولین کار بزرگ نازنین یک خاربار فروشی اینترنتی بود به اسم میدانک. ایده میدانک وقتی به ذهنش رسید که متوجه شد چقدر خرید مواد غذایی برای مادرش سخت است. او فکر کرد اگر مادرش می توانست مواد غذایی را از طریق اینترنت سفارش بدهد و در به آپارتمان تحویل بگیرد زندگیش چقدر راحت تر می شود. میدانک را از اتاقی در خانه مادریش شروع کرد. او خیلی زود فهمید که درست فکر می کرده و خانواده های بسیاری مایلند به شکل اینترنتی خاروبار بخرند. تنها مشکل این بود که نازنین نمیدانست چطور به این همه تقاضا جواب بدهد. اینطوری بود که اولین شکست بزرگ زندگیش را تجربه کرد و میدانک را تعطیل کرد. نازنین همیشه این زربل مسئله ترکی را زیر لب زمزمه می کند و به آن باور دارد. فردا آفتاب دوباره طلوع خواهد کرد. برای همین هیچ وقت از شکست نمی ترسد. وقتی زمین می خورد سری بلند می شود و دوباره شروع می کند. کمتر از دو سال بعد از بستن میدانک نازنین شرکت تخفیفان را راهاندازی کرد. تخفیفان کسب و کارهایی را که مایل هستند با دادن تخفیف مشتری جدید پیدا کنند به دیگران معرفی می کند. در شروع کار خیلیها به خاطر زن بودن جدیش نمی گرفتند و به او می گفتند که باید مدیر شرکت با آنها تماس بگیرد نازنین برای حل این مشکل از پدرش خواست که همراهش به بعضی از جلسات برود و این گونه توانست صاحبان کسب و کار را راضی کند که با او همکاری کنند. امروز سایت تخفیفان یکی از موفق ترین کسب و کارهای الکترونیکی در ایران است و صاحبان کسب و کارهای زیادی مایلند با تخفیفان همکاری کنند. نازنین ساعات طولانی کار می کند اما لذت داشتن یک کسب و کار موفق خستگی را از تنش در می آورد. زنان پیش رو داستان هایی برای دختران ایران آزاده داننده متولد 1338 تهران مهندس کامپیوتر و کارآفرین روزی روزگاری در محله پل رومی تهران دختری به اسم آزاده زندگی میکرد که عاشق بازی کردن در حیات و بالا رفتن از دیوارها و درختها بود مادر آزاده در نوجوانی ازدواج کرده و بچه دار شده بود و تحصیلات چندانی نداشت. برای همین دلش میخواست سه دخترش درس بخوانند و موفق شوند و اجازه نداد آنها در سن پایین ازدواج کنند. آزاده که عاشق مستقل شدن و تجربه های جدید بود تصمیم گرفت برای درس خواندن به شیراز برود. پدرش موافق نبود ولی آزاده با پشتیبانی مادرش توانست او را راضی کند و در رشته کامپیوتر دانشگاه شیراز شروع به درس خواندن کرد. کمی بعد انقلاب شد و دانشگاه ها تعطیل شدند. پدر آزاده هم سرطان گرفت و از دنیا رفت. آزاده برای مدتی منشی مطب یک پزشک شد تا سر فرصت کار مورد علاقهش را پیدا کند. بعد کار تدریس ریاضی را در دبیرستانی شروع کرد. آزاده میگوید من فکر می کردم اگر خانه شوم حتما حلاک می شوم. هیچ نشانه ای از اینکه کی به دانشگاه باز میگشتیم نبود و احساس میکردم باید زندگیم را دوباره از صفر بسازم. بالاخره در سال 1362 دانشگاه ها باز شدند و آزاد توانست درسش را ادامه بدهد و در سال 1364 از انگشت شمار دخترانی بود که در رشته کامپیوتر فارغ تحصیل شد. آزاده کارش را به عنوان مهندس کامپیوتر شروع کرد. خیلی زود پله های پیشرفت را پیمود و در شرکت های مختلف فعالیتش را ادامه داد. در سال 1383 بعد از 20 سال تجربه تصمیم گرفت کسب و کار خودش را راه بیندازد. به همراه گروهی مؤسسه بهاران را تأسیس کرد که کارش مشاوره مدیریت است و توانست مشتریان خودش را پیدا کند. مدتی بعد با اینکه بعضیها اعتقاد داشتند که به خاطر زن بودن نمیتواند عضو هیئت مدیره سازمان نظام سنفی رایانه ای شود اما او رأی اکثریت را آورد و عضو هیئت مدیره شد تنها سه ماه بعد متوجه شد که سرطان دارد ولی حتی سرطان هم نتوانست جلوی او را بگیرد آزاده دوره درمان را با انگیزه و امید بسیار گذراند و دوباره سر کارش برگشت و فعالیت در هیئت مدیره سنف را با قدرت تمام ادامه داد. او برای فعالیتهایش جایزه ها و تقدیر نامه های بسیاری گرفته است. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران سوداب داوران متولد 1344 تبریز شیمیدان سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو هر سال به محققانی که کمکهای قابل توجهی به توسعه علم و فناوری نانو یعنی دانش شناخت ذرات بسیار ریز کرده اند مدال افتخار می دهد. از ایران تا به حال فقط یک نفر توانسته برنده این جایزه شود. پروفسور سودابه داوران مدیر گروه نانو فناوری پزشکی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سودابه از دوران ابتدایی داستان زندگی آدمهایی را که در تاریخ علوم به موفقیت رسیده بودند میخواند یکی از افرادی که خیلی روی او تأثیر گذاشت مادام کوری بود اولین زنی که برنده جایزه نوبل شد همیشه آرزو داشت روزی از راه برسد که خودش هم بتواند کار مؤثری در علم انجام بدهد و نامش در تاریخ بماند پدر سودابه شیمیدان بود و آزمایشگاه کوچکی در خانه درست کرده بود و بعضی از تحقیقاتش را آنجا انجام میداد. سودابه و خواهرش خیلی وقتا به این آزمایشگاه می رفتند و پدرشان را تماشا می کردند که مواد مختلف را با هم ترکیب می کرد و واکنش های جادویی درست می شد. این آزمایشگاه برای او مثل سرزمین عجایب بود. آن رنگ ها و صداها سودابه را شیفته خودشان کردند و او تصمیم گرفت وقتی که بزرگ شد شیمیدان شود. سودابه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته شیمی عالی و پلیمر درس خواند و دکترایش را گرفت و در همان دانشگاه استاد شد. کمی بعد در یک کنفرانس با کاربرد نانوتکنولوژی در دارو سازی آشنا شد و تصمیم گرفت تحقیقاتش را در این رشته ادامه بدهد. حالا او سال هاست که در زمینه ساختن داروهایی برای درمان بیماری های سخت مثل دیابت و سرطان تحقیق می کند و افتخارات زیادی به دست آورده است. از جمله چاپ حدود 100 مقاله در مجلات بین مللی علمی دنیا، ثبت 15 اختراع، انتخاب به عنوان زن نمونه نخبه کشور و جهان اسلام در سال 1386، نفر اول جشنوانه ای ارازی سال 1382 محقق نمونه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و موارد دیگر او در سال 2015 به خاطر کمک به پیشرفت علم و فناوری نانو از یونسکو مدال افتخار دریافت کرد زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران ایران درودی متولد 11 شهریور 1315 مشهد نقاش، نویسنده و فیلم ساز. ایران دختره با استعدادی بود اما تا کلاس سوم دبستان درسش خوب نبود و خیلی سخت توانست خواندن و نوشتن یاد بگیرد. هم کلاسی هایش مسخرهش می کردند و با او دوست نمیشدند. تنها دوستش خواهرش پوران بود که او را خیلی دوست داشت و همیشه کمکش میکرد. کرد. یه روز پدرش کتابی به او هدیه داد که تصاویر نقاشی های بزرگ دنیا در آن بود. ایران با دیدن آنها عاشق نقاشی شد. دور از چشم پدر و مادرش به کلاس نقاشی می رفت و پول خریدن رنگ و شهریه کلاس را از خواهرش می گرفت. اولین تابلو نقاشیش را پدرش صد تومان خرید و با دیدن استعداد او گفت که برای ادامه کار نقاشی کمکش می کند. ایران برای تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس به فرانسه رفت. در شروع استادانش به او سخت می گرفتند. حتی یکی از استادهایش مجبورش کرد که چند تابلو از نقاشی های موزه لوف را کپی کند. او بعدها توانست با تلاش زیاد سبک مخصوص خودش را پیدا کند. ایران در سال 1379 به عنوان زن نقاش سال انتخاب شد. نقاشی های او در کشورهای مختلف به نمایش درآمده و جایزه های بسیاری برده است. او تا به حال بیش از 64 نمایشگاه انفرادی و حدود 250 نمایشگاه گروهی در سراسر جهان برگزار کرده است. ایران چند سال پیش تصمیم گرفت موزه ای از آثارش در تهران بسازد و به مردم ایران هدیه کند. او 195 اثرش را به این موزه اهدا کرده است. ایران نویسندگی و کارگردانی هم انجام داده است. از او تا به حال پنج کتاب منتشر شده که معروفترین آنها کتاب در فاصله دو نقطه است. ایران در این کتاب زندگی نامش را از کودکی تا امروز با زبانی شیرین و جذاب نوشته است. این کتاب اخیرا به چاپ 21 رسید. او همچنین بیش از هشتاد فیلم مستند برای تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرده است. ایران میگوید من موفقیتم را مدیون هدفمند و پیگیر بودنم هستم. من از همان بچگی تصمیم گرفتم روزی یکی از نقاشان معروف دنیا بشوم. چون اسمم ایران است، میخواستم بتوانم به اسمی که رویم گذاشته اند ببالم و سربلند شوم. به عقده من هدفمند بودن از همان کودکی مسیر زندگیم را روشن کرد. مهم همان تصمیمی است که انسان در بچگی میگیرد و به هرچه بخواهد میرسد. البته باید پیگیر بود و زحمت کشید. هیچ هدف بزرگی بی تلاش و زحمت بسیار به دست نمی آید. زنان پیش رو داستان برای دختران ایران زینت دریایی متولد سه بهمن 1346 روستای سلخ جزیره قشم کارآفرین و فعال اجتماعی همه جای روستای سلخ چراغانی بود. مردم خوشحال بودن و از همه خوشحالتر زینت که پسرش داشت داماد میشد. مهمانها نزدیک دویست نفر بودند و در خانه زینت جا نمی مردم مهربان روستا آنها را در خانه هایشان جا دادند و از آنها پذیرایی کردند. ناگهان فکر بکری به ذهن زینت رسید. چرا روستا را تبدیل به مهمان خانه همیشگی نکند؟ فقط اینطوری میتواند به آرزوی همیشگیش یعنی دست و پا کردن شغل و درآمد برای همه مردم روستا برسد. زینت لبخند زد و به مهمانها خوش آمد گفت. حالا دیگه میدونست بعد از تمام شدن عروسی پسرش چه کار کند. زینت همیشه میخواست هر طور که میتواند به دیگران کمک کند. از یازده سالگی پیش دکتر هندی جزیره میرفت تا تزریق و پانسمان و کمکهای اولیه را یاد بگیرد بعدها تمرین مامایی کرد و تا 16 سالگی مامای قابلی شده بود. او به تجربه دریافت که برقع نقاب سنتی زنان منطقه کار مامایی را بسیار سخت می کند به همین دلیل تصمیم گرفت که دیگر برقع به صورت نزند. مردم سنتی منطقه برقع نداشتن زنان را بد می دانستند و او را سرزنش کردند و آزار دادند. زینت اما ناامید نشد و به تلاشش ادامه داد. حتی با وجود مخالفت های بسیار وارد شورای ده شد و به کمک اهالی در زمینه ترک اعتیاد بهداشت تصفیه آب و موارد دیگر فعالیت هایی کرد. تعاونی تولید و فروش صنایع دستی را هم در سلخ را اندازی کرد و دختران و زنان جوان روستا در آن مشغول به کار شدند. اما او میخواست همه اهالی شغل و درآمد داشته باشند به همین دلیل خانه خود و بعضی خانه های دیگر روستا را به اقامتگاه گردشگری تبدیل کرد. این کار او برای حدود 200 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل و محل درآمد شده است. زنان سلخی صنایع دستی تولید می کنند و به گردشگران می فروشند و بقیه هم در آشپزخانه یا دیگر قسمت های خانه مشغولند یا راهنمای گردشگران برای دیدن جزیره هستند. همچنین اعضای گروه موسیقی سنتی زار، سیادان سنتی، راننده هایی که گردشگران را جابجا جا می کنند را هم باید به اینها اضافه کرد. زینت به رویایش رسید و به انسانهای بسیاری کمک کرد تا بتوانند روی پای خودشان بیستند و زندگیشان بهتر از قبل شود. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران مجده دقیقی متولد 1335 تهران روزنامه نگار و مترجم ادبی مجده از کودکی عاشق کتاب خواندن بود آن وقتا کتاب کودک به زبان فارسی زیاد نبود برای همین هرچه در کتابخانه پدر و مادرش پیدا میکرد کرد بیشتر هم رمان و داستان او در مدرسه دو زبانه درس خواند و زبان انگلیسی را یاد گرفت و با اینکه پدر و مادرش فقط پزشک و مهندس شدن را به رسمیت می به خاطر علاقهش به علوم انسانی تصمیم گرفت علوم سیاسی بخواند. مجد در دانشگاه روزنامه نگاری می کرد و از همان زمان به ترجمه علاقه مند شد. مجد چند سال بعد از اینکه درس دانشگاهش تمام شد، تصمیم گرفت کار روزنامه نگاری را ادامه بدهد. اول در مجله ادبی شباب و بعد در مجله زنان کار کرد و بیشتر متن ادبی و داستان ترجمه می کرد آن وقتا مثل حالا اینترنت نبود که بشود به راحتی به کتاب ها و مجله ها دسترسی داشت و ارتباط با جهان ادبی خارج از ایران بسیار سخت بود مجد به زحمت مجله های خارجی را میگرفت و آنها را میخواند و سعی میکرد نویسنده ها و سبک‌های های جدیدی را به خواننده های فارسی زبان معرفی کند. او با داشتن دو بچه وقت آزاد زیادی نداشت و خیلی وقتها شبها تا صبح بیدار میماند و ترجمه میکرد. مجده که خودش را جستجوگر داستان میدانست مدام در حال جستجو در مجله ها و کتاب ها بود تا اینکه کم کم این جستجو برایش حالت حرفه پیدا کرد. در نهایت شم داستانی با سلیقه خودش را پیدا کرد و چندین مجموعه منتخب داستان کوتاه چاپ کرد که خیلی هم از طرف خوانندگان استقبال شد. مجد کتابهای زیادی را به فارسی ترجمه کرده و نویسندگان مهمی از جمله آلیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل را به علاقمندان ادبیات در ایران معرفی کرده است. او میگوید خیلی مهم است که آدم علاقه و استعدادش را بشناسد و پای آن بیستد. بداند که از زندگیش چه میخواهد و برای رسیدن به آن تلاش کند. به لطف مجده و مترجمان دیگر الان صدها کتاب برای کودکان و بزرگسالان ترجمه شده است و ما می توانیم کتاب های متنوع ای را به زبان فارسی بخوانیم. زنان پیشرو داستان هایی برای دختران ایران سوسن یا سهر رشیدی متولد 1371 کرمانشاه ورزشکار سال هاست که هر روز ساعت 6 صبح سهر از سیاه چادر اشایری که با خانوادهش در آن زندگی می کند بیرون می آید. آتش درست می کند و نان می پزد. داخل سیاه چادر را جارو می زند و گاهی همراه برادرانش گوسفندان را به چرا می برد. کارهای خانه که تمام می شوند، سوار مینیبوس می شود و 35 کیلومتر دورتر از سیاه چادرشان در شهر کرمانشاه به باشگاه ورزشی می رود. سهر وقتی کوچک بود، چندین بار از تلویزیون مسابقات ورزش رزمی را دیده بود و آنقدر خوشش آمده بود که با همان لباس محلی تنش سعی کرده بود حرکاتی را که دیده تمرین کند. در دوازده سالگی وقتی برای امتحانات آخر سال به خانه خالش در شهر رفته بود فهمید دختر خالش ورزش می کند. سهر هم که عاشق ورزش کردن بود چند بار با او برای تمرین کیک بوکسینگ ورزش شبیه به مشت زنی و کاراته به باشگاه رفت. مربی باشگاه آنقدر از علاقه و پشتکار سهر شگفت زده شد که وقتی فهمید او مشکل مالی دارد بدون گرفتن شهریه به آموزش دادن او ادامه داد. سهر یک ماهه به سطحی رسید که توانست در مسابقات استانی شرکت کند و در کمال ناباوری در آن مسابقات اول شد. وقتی مردم ایل فهمیدند که او ورزش می کند بسیار عصبانی شدند و از پدرش خواستند که جلوی او را بگیرد. آنها می گفتند صورت خوشی ندارد که یک دختر اشایر مانتو و شلوار بپوشد و برای رفتن به باشگاه به شهر برود. اما سهر حاضر نبود تسلیم شود. حتی خانوادهش یک هفته او را در خانه حبس کردند ولی سحر آنقدر از خواستش مطمئن بود که بالاخره توانست آنها را راضی کند. سهر تا به امروز یازده دوره در مسابقات کشوری کیک بوکسینگ شرکت کرده و در همه مسابقات جز سه نفر اول بوده است. او آرزو دارد قهرمان جهان بشود. سهر میگوید با اینکه دخترهای اشایر قدرت بدنی بالایی دارند به خاطر شرایطشان سراغ ورزش نمی رفتند. اما حالا خیلی از دخترهای اشایر می مثل من بشوند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران مریم زندی متولد 20 دی 1325 گرگان اکاس میدان 24 اسفند یا انقلاب امروز شلوغ بود. مردم با مشتای گره کرده شعار مرگ بر شاه میدادند و راه پیمایی می کردند. مریم دوربینش را برداشت و با دختر کوچکش به خیابان رفت تا با وجود همه خطرها از آن لحظه ها عکس بگیرد. بچه به بغل از ساختمان های نیمه کاره و داربست تا بالا می رفت و عکاسی می کرد. می خواست با دوربینش تصویر قیام مردم برای آزادی را ماندگار کند. مریم از روزهای انقلاب حدود چهار هزار عکس دارد که تعدادی از آنها در سال 1393 در کتابی به نام انقلاب 57 چاپ شدند. این کتاب اولین مجموعه تصاویر انقلاب ایران از یک عکاس مستقل است. مریم دانشجوی حقوق بود که برادرش یک دورمین عکاسی به او هدیه داد. درباره عکاسی چیز زیادی نمیدانست اما دوربینش را بر می داشت و به کوچه و خیابان میرفت و عکس می گرفت. او در آن سالها دوستی را از دست داده بود و خیلی به جاودانه کردن لحظه ها فکر می کرد. انگار میخواست با عکس گرفتن از آدمها آنها را برای همیشه زنده نگه دارد. عکسهایش را برای چند مسابقه فرستاد و جایزه برد. این جایزه ها و عشق او به عکاسی باعث شد تصمیم بگیرد که این کار را به شکل حرفه ای ادامه دهد. برای تلویزیون نامه ای نوشت و گفت که میخواهد عکاس تلویزیون شود و آنها هم قبول کردند. در زمانی که در تلویزیون کار میکرد، کرد عکس های زیادی گرفت و چیزهای زیادی آموخت. مریم اولین عکاس زن در ایران است که عکاسی را در این سطح به صورت حرفه ای انجام داده. در زمانی که او این کار را شروع کرد برای بعضی از مردم عجیب بود که یک زن را دوربین به دست ببینند حتی یک بار که برای عکاسی از یک مراسم آینی شلوغ رفته بود لباس مخصوص عکاس را به او ندادند و او مجبور شد در شرایط خطرناکی عکاسی کند اما مریم زندی به این تبعیض اهمیتی نمی دهد او با تمام وجود برای پیشبرد حرفش تلاش می کند مریم یکی از تأثیر گذارترین اکاسان تاریخ ایران و از مؤسسان انجمن ملی اکاسان ایران و اولین رئیس هیئت مدیره این انجمن است. او پروژه های زیادی انجام داده و چندین کتاب به چاپ رسانده است. یکی از مهمترین کتاب های او مجموعه چهره هاست. او برای این کتاب از بیش از هزار نفر از مشهورترین آدم ها در رشته های مختلف هنر عکاسی کرده است. عکسای این مجموعه یک جور تاریخ مصور هستند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران مرزیه سنایی محسل متولد 21 اسفند 1327 گناباد کارآفرین روزی روزگاری در شهر گناباد در جنوب استان خراسان در کنار آب قنات و درختان بادام و مزارع زعفران دختری به اسم مرزیه به دنیا آمد. او وقتی تحصیلاتش را در دانشگاه مشهد تمام کرد، در کارخانه در گناباد مشغول به کار شد. طبیعت و عطر گل و گیاه مرزیه را یاد بچگیش می انداخت و دوست داشت کارش به گل و طبیعت مربوط باشد. برای همین به کارخانه تولید اسانس گیاهی رفت. اولش اطلاعاتش از اسانس گیاهان زیاد نبود اما روز و شب تلاش و مطالعه می کرد و از هر منبعی که می توانست از دانشگاه تا پژوهشگاه از مشهد و تهران و خارج ایران کمک میگرفت تا چیزهای بیشتری یاد بگیرد همان وقتها وقتی که عوارز جانبی بعضی از داروهای شیمیایی را میدید یاد پدرش که پزشک بود میافتاد که تا جای ممکن به مراجعانش درمانهای طبیعی را پیشنهاد میکرد همین شد که مرزیه به تولید داروهای گیاهی علاقه مند شد. مرزیه در چند کارخانه مهم تولید اسانس مدیر شد. در محیط کارش تبعیضی که بین بعضی کارمندان و کارگران وجود داشت و همچنین مشکلات خانمها ناراحتش می کرد. او با خودش فکر کرد که نمی خواهد دخترهایش در محیطی ناسالم و پر از تبعیض کار کنند. برای همین تصمیم گرفت شرکت خودش را راه بیندازد. همسرش جواد هم از این فکر استقبال کرد و حمایتش کرد و بالاخره مرزیه در و چهار سالگی شرکت دارویی اکسیر گل سرخ را فقط با سه پرسنل که دو تا از آنها دخترهایش بودند تأسیس کرد. سالها از راه اندازی شرکت اکسیر گل سرخ می گذرد و مرزیه و همکارانش چندین محصول دارویی و غذایی گیاهی را برای اولین بار در ایران تولید کردند. مرزیه در سالهای 1390 1391 و 1392 جایزه کارآفرین برتر استان خراسان را برد و در سال 1393 برگزیده انجمن حقوق مصرف کنندگان شد. مرزی فکر می کند کارآفرینی مبارزه با ناامیدی است. تفاوتی برای زن و مرد وجود ندارد و هر کس بخواهد با آگاهی، تلاش و ایمان به هدفش میتواند موفق شود. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران مرزی شاهدایی متولد 25 بهمن 1340 تهران قائم مقام وزیر نفت روزنامه ها عکس خانمی را چاپ کردند که کلنگ به دست دارد و حلقه ای از آقایان دورش را گرفتند. آبران رد می شدن، می ایستن و تیتر خبر را می خانند. دهه خورداد 1395 کلنگ طرح صلفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه به زمین زده شد. خانمی که کلنگ به دست دارد مهندس مرزی شاهدایی، است. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی سمتی بسیار مهم و کلیدی برای شکوفایی ایران. مرزی از کودکی دختری بسیار باهوش و پرتلاش بود. او خیلی درس خوان بود و همیشه نمره های خوبی می گرفت. مرزیه که عاشق شیمی و ریاضی بود، موفق شد وارد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شریف شود. 19 ساله بود که ازدواج کرد و بچه دار شد. در دوران دانشجویی مرزیه به رشته پتروشیمی مند شد. پتروشیمی دانشی است که نفت و گاز را به مواد دیگر مثل سوخت، روغن، پلاستیک، دارو و محصولات دیگر تبدیل می کند و برای کشور ما که تولید کننده نفت و گاز است، اهمیت زیادی دارد. برای همین مرزیه تصمیم گرفت بعد از پایان دانشگاه در این زمینه کار کند. در طول سالها مرزیه موفقیتهای بسیاری در کارش کسب کرده است. او به خصوص در دوره تحریمهای دهه 80 و 90 شمسی خیلی به رشد ایران کمک کرد. دوره تحریمها دوران بسیار سختی برای صنعت نفت و پتروشیمی ایران بود، چون مهندسین مشاور خارجی حاضر به همکاری با شرکت های ایرانی نبودند. مرزیه که در این دوره مدیر تحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، چندین برابر همکارانش و مدیران دیگر کار می تا بتواند پروژه های ماه و اصلویه را با وجود تمام محدودیت ها سر پا نگه دارد. در سال 1394 مرزی شاهدایی به عنوان معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر آمل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب شد و بعد از دو سال کار در این سمت قائم مقام وزیر نفت شد یعنی نفر دوم در وزارت نفت او اولین زنی است که در ایران به این مقام دست پیدا کرده است مسئولیت این کار خیلی سنگین است ولی همه همکاران مرزی باور دارند که او مثل همیشه در کارش موفق خواهد شد. مرزی امید دارد به زودی زنان مدیر بیشتری را در صنایع مهم ایران در حال فعالیت ببیند. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران منیر شاهرودی فرمان فرماییان متولد 1301 قزوین نقاش و مجسم ساز. منیر در قزوین به دنیا آمد و تا هشت سالگی در آنجا زندگی کرد و درس خواند. پدرش در قزوین کارگاه فرش بافی داشت. مونیر از کودکی عاشق نقش گلها و بلبلها بود. وقتی زوها مجبورش میکردن استراحت کند و بخوابد روی سقف، دیوار، پنجره ها، گلها و بلبلها را میشمرد تا خوابش ببرد. او به دانشگاه هنرهای زیبای تهران رفت و نقاشی خواند. بعد به نیویورک رفت و طراحی مد خواند و با هنرمندان معروف دنیا آشنا شد. چند سال بعد به ایران برگشت و از دیدنی های طبیعی و تاریخی ایران دیدن کرد. آین و تزئینات شیشه و آینه در معماری ایرانی توجه او را جلب کرد و وقتی دوباره به نیویورک برگشت به ذهنش رسید که شروع به ساختن مجسمه با آینه و شیشه کند. او آینه را با چسب روی حجم ها و سطح های مختلف می چسباند و از درخشندگی آینه برای انعکاس نور و سایه ها استفاده می کند. مونیر اولین کسی است که در دنیا از آینه به عنوان ابزار هنری در ساخت مجسمه و سطوح مختلف استفاده می کند. او سبک کارهایش را از هندسه و تزئینات معماری اسلامی و ایرانی الهام گرفته است. منیر تنها هنرمند ایرانی است که تا به حال در مشهورترین موزه آمریکا یعنی گوگن کام نمایشگاه انفرادی گذاشته است. کارهای او در موزه های مختلف دنیا نگهداری می شوند و در کشورهای مختلفی نمایشگاه برگزار کرده است. آذرماه ماه سال 1396 در واقع موزه نگارستان که زیر نظر دانشگاه تهران اداره می شود تالاری دائمی برای نمایش کارهای منیر با حضور خودش افتتاح شد. او اولین زن هنرمند ایرانی است که یک موزه و یک تالار برای نمایش دائمی آثارش در ایران به او اختصاص داده شده است. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران فرزانه شرف بافی متولد 1352 تهران مهندس هوافضا و مدیر ارشد صنایع هواپیمایی فرزانه از کودکی ستاره ها را دوست داشت و دلش میخواست عظمت جهان را درک کند او تلسکوپی داشت که مدام با آن ستاره ها را تماشا می کرد و درباره آنها کتاب میخواند علاقه او به آسمان باعث شد که بعدها در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا بخواند او میخواست تجهیزاتی بسازد که از طریق آنها بشود به فضا پرواز کرد تا قدرت و جهانبینی انسانها توسعه پیدا کند در زمانی که او این رشته را انتخاب کرد خیلی ها فکر میکردند هوافضا رشته این مردانه است اما فرزانه این تفکر را قبول نداشت و اعتقاد داشت آدم به هر رشته ای که علاقه داشته باشد حتما میتواند در آن رشته موفق شود فرزانه در تحصیلاتش بسیار موفق بود و در دوره کارشناسی رتبه اول را به دست آورد. بعد از تمام شدن دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و در کنکور دکترا با رتبه یک پذیرفته شد. فرزانه در دوران تحصیلش پروژه های تحقیقاتی زیادی در زمینه هواپیمایی انجام داد. او همزمان با تحصیل کار در این رشته را هم شروع کرد. ابتدا معلم هواپیما بود یعنی دوره های تخصصی تعمیر و نگهداری هواپیما را به مهندسین و تکنسین های هواپیما آموزش میداد. سپس رئیس ارشد تضمین کیفیت آموزشگاه شد و در طول سالها پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و در سمت های مدیریتی مختلف مشغول به کار شد تا در نهایت به عضویت هیئت مدیره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما درآمد. در سال 1396 فرزانه مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد. او اولین زنی است که توانسته است به این سمت برسد. فرزانه میگوید بعضی ها نگرانی دارند که آیا یک مدیر زن میتواند تصمیمات صحیح بگیرد؟ دلیلش نداشتن تجربه مدیریتی زنان است. جامعه ما باید این را تجربه کند. بیش از پنجاه درصد ورودی های دانشگاه ها زن هستند این نشان می دهد که اگر بر مبنای آموزش و تحصیلات و شایستگی ها فرصت برابر بدهیم، خانم ها بهتر رشد می کنن. او قصد دارد در هواپیمایی جمهوری اسلامی به زنان فرصت رشد و پیشرفت بیشتری بدهد. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران هایده شیرزادی متولد 1338 گیلان غرب کارآفرین و تحولگر اجتماعی سالها پیش در شهر گیلان غرب دختری با پشت کار مثال زدنی زندگی می کرد. در شهر کوچک هایده مدرسه راهنمایی نبود. برخلاف پسرها دخترها اجازه نداشتند برای تحصیل به شهرهای اطراف بروند. به همین دلیل خیلی از دخترها مجبور به ترک تحصیل می شدند. دخترهای دیگری مثل هایده که دوست داشتند به تحصیل ادامه بدهند مجبور بودند در خانه درس بخوانند و در آخر سال امتحان بدهند یک روز هایده متوجه شد که استاندار کرمانشاه قرار است به شهرشان بیاید هایده اگرچه خیلی میترسید همه شهامتش را جمع کرد چند دختر دیگر را با خود همراه کرد و از استاندار خواست که برای دخترها مدرسه راهنمایی بسازد در ابتدا استاندار حرف او را جدی نگرفت ولی هایده حاضر نبود کوتاه بیاید و آنقدر برای استاندار نامه نوشت تا بالاخره موفق شد او را راضی کند و اولین مدرسه راهنمایی در شهر گیلان غرب ساخته شد بعد از اینکه هایده دیپلم گرفت دلش میخواست ادامه تحصیل بدهد اما خانوادهش اجازه ندادند هایده دلسرد نشد و پس از چند سال با پولی که از درس دادن در روستاهای اطراف پسانداز کرده بود برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی به آلمان رفت. در زمانی که هایده در آلمان زندگی می کرد متوجه شد که همسایه هایش آشقال میوه ها و سبزیجات را در سطل جداگانه می ریزند تا بتوانند از این زباله های تر کود درست کنند. هایده که خیلی از این ایده خوشش آمده بود تصمیم گرفت وقتی به ایران بازگشت این فرهنگ را به هموطنانش معرفی کند بعد از اینکه هایده دکترای کشاورزی گرفت به کرمانشاه برگشت در آنجا روش بازیافت زباله را به مردم آموزش داد و اولین کارخانه تولید کود و بازیافت زباله در ایران را تأسیس کرد هایده تا کنون بیش از 700 شغل در ایران ایجاد کرده است در سال 1386 او به عنوان بانوی نخبه کشور انتخاب شد. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران فاطمه طریقت منفرد متولد یک شهریور 1331 تهران کارآفرین فاطمه از کودکی درس خواندن را خیلی زیاد دوست داشت بعدها که بزرگ شد می گفت شاید زیباترین روزهای زندگی من نشستن پشت همان میزهای خش برداشته و چوبی مدرسه باشد. وقتی کلاس پنجم بود مریض شد و مسئولان مدرسه گفتند باید چند روزی استراحت کند. پدر فاطمه که فکر میکرد مدرسه رفتن به درد دخترها نمیخورد گفت چرا چند روز؟ دختر مدرسه رفتنش چیه؟ و اجازه نداد که فاطمه درس بخواند. در خانواده فاطمه دخترها باید خیلی زود ازدواج میکردن. خواستگارهایی برای فاطمه آمدند اما یکی از آنها که از خانواده اسم و رسم داری بود به خاطر اینکه فاطمه دیپلم نداشت حاضر نشد با او ازدواج کند همین شد که پدر راضی شد فاطمه به درس خواندن ادامه دهد اما باز هم تا کلاس ششم بیشتر نتوانست درس بخواند و در سن پانزده سالگی به اجبار خانواده ازدواج کرد فاطمه آرزو داشت بتواند کار کند و پولدار شود ولی به دلیل داشتن چند فرزند و خانواده سنتی فرصت این کار را نداشت. تا اینکه یک روز کارخانه چمدان سازی همسرش آتش گرفت و همسرش ورشکست شد. فاطمه که زنی قوی بود، به جای اینکه اجازه بدهد این شرایط سخت زندگیش را تلخ و غمگین کند، تصمیم گرفت شغل خانوادگی پدرش یعنی رستورانداری را ادامه دهد. او با وجود تمام مخالفت ها آستین ها را بالا زد و سراغ سیخ کباب و دیگه برنج رفت و با همسرش رستورانی را تأسیس کردند. رستورانی که دقیقا یک روز قبل از تولد پسر سوم او یعنی هانی افتتاح شد. به همین دلیل رستوران هم نام پسر سومشان شد. حالا این رستوران یکی از معروف ترین رستوران های تهران است و چند شعبه دارد. فاطمه مدیریت دو شعبه از این رستوران را به عهده دارد که نزدیک به 150 نفر در آنها کار می کنند. او با کاری که انجام داد شغل زیادی ایجاد کرد و به همین دلیل به او کارآفرین می گویند. فاطمه می گوید من صفره ای پهن کردم به وسعت همه آدم هایی که اینجا کار می کنند تا هر کس به اندازه خودش بتواند از این سفره بهره‌مند شود. زنان پیشرو هایی برای دختران ایران مریم توسی متولد 14 آذر 1367 تهران ورزشکار مریم از کودکی به ورزش علاقه داشت و در تمام مسابقات ورزشی مدرسه شرکت می پنجم دبستان که بود بعد از قهرمانی در مسابقات دو میدانی منطقه و استانی به مرحله کشوری راه پیدا کرد. یک ساک ورزشی هم به او دادند و مریم تمام عشقش این بود که وسایلش را داخل آن ساک بگذارد و به مسابقه برود. اما یک هفته قبل از مسابقات مریم از لیست شرکت کنندگان حذف شد و بعد از حذفش ساک را هم از او پس گرفتند. مریم آنقدر از نرفتن به مسابقات ناراحت شد که یک هفته مریض شد و مادرش که ناراحتیش را دید به او گفت که دیگر اجازه ندارد دو میدانی را ادامه دهد. بعد از آن ماجرا مریم که به دو میدانی علاقه داشت مخفیانه و فقط از طرف مدرسه در مسابقات شرکت میکرد تا اینکه در مسابقات استانی دو میدانی اول شد و مربیانش به مادرش زنگ زدند تا برای حضور او در تمرینات تیم مادرش را در جریان بگذارند مادر مریم که از این موضوع خیلی تعجب کرده بود وقتی علاقه و پشتکار دخترش را در این رشته دید با ادامه تمرینات مریم موافقت کرد مریم در سال 1385 های ایران را بعد از 33 سال جابجا کرد و در سال 1392 توانست اولین مدال طلای آسیایی در طول تاریخ دو میدانی ایران را بگیرد. او در همان سال برترین ورزشکار زن ایران شد و تندیس طلای پهلوانی برترین ورزشکار زن سال را هم گرفت. این تندیس به با اخلاق ترین ورزشکاران داده می شود و هر کسی که سه دوره صاحب این مقام باشد پهلوان نامیده می شود. مریم می گوید من نمی توانستم در تفریحات همسن و سالهای خودم شرکت کنم چون باید هر روز تمرین می کردم و تمرینات دو میدانی هم تمرینات سنگی نیست. بعضی وقتها در تمرینات به من فشار می آمد اما باز هم تمرین را ادامه می دادم. من برای رویاهایم میدوم و آرزو دارم به مسابقات المپیک راه پیدا کنم زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران کیمیا علیزاده متولد 19 تیر 1377 کرج ورزشکار کیمیا هفت ساله بود که در یک باشگاه تکواندو نزدیک خانهشان در کرج اسم نوشت وقتی بازی های المپیک را میدید آرزو میکرد یک روز بتواند در المپیک مدال بگیرد او خیلی زود مدال های زیادی در مسابقات کشوری و بین المللی نوجوانان گرفت و به یک ستاره تبدیل شد. کیمیا وقتی داشت کم کم 17 ساله می شد، هیجان زیادی داشت که در مسابقات بزرگ سالان شرکت کند. او همراه تیم ملی به کره جنوبی رفت تا در مسابقات آسیایی شرکت کند، اما روز قره به او گفتند که هنوز به سن قانونی نرسیده و نمیتواند مسابقه بدهد شکایت تیم ایران هم به جایی نرسید. کیمیا ابتدا از این جریان خیلی دل سرد شد. اما بعد با خودش فکر کرد که تمرکزش را رو روی مسابقات جهانی میگذارد. در مسابقات جهانی کیمیا به قرعه سختی خورده بود و برای کسب مدال باید قهرمان المپیک لندن را شکست میداد. همه امیدهای مدال ایران هم حذف شده بودند و فقط او مانده بود. کیمیا در این شرایط پر و با وجود سن کم حریفش را شکست داد و اولین زن ایرانی شد که در مسابقات جهانی تکواندو مدال آورده است. بعد از این پیروزی کیمیا انتظار مسابقات المپیک را می کشید. حالا آرزوی دوران کودکیش برایش یک هدف شده بود. در ذهنش تیترهای روزنامه ها را بعد از المپیک تصور می کرد و با خودش می گفت اگر با ذهن مثبت وارد بازی ها شود حتما دست پر برخواهد گشت هرچند تیم ایران همیشه در تکواندو مدال می آورد آن سال تکواندو کاران مرد بابت، شانسی و با اختلاف کم از مسابقات حذف شده بودند و همه چشم ها به کیمیا بود کیمیا 18 ساله با آسیب دیدگی و بعد از یک باخت با اختلاف کم روحیش را حفظ کرد با خودش گفت من میتوانم و مدال برونزی کسب کرد که همه را شاد کرد و اولین زن مدال آور ایرانی در المپیک شد. او با این مدال جوانترین ورزشکار مدال آور ایران در المپیک هم هست. کیمیا آرزو دارد قهرمانی باشد که مردم فراموش نکنند و با همه توانش برای رسیدن به این آرزو می جنگد. او بچه های دیگر را هم تشویق می کند که به خودشان بگویند من میتوانم. و در ذهنشان تصویری از خودشان بسازند که همیشه آرزویشان بوده است. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران فروغ فرخزاد هشت دی 1313 24 بهمن 1345 تهران شاعر فروغ دخترکی شیطان کنجکاو بلند پرواز پرجنب و جوش و فوق‌العاده احساساتی بود او شعر و هنر را خیلی دوست داشت و عاشق ادبیات فارسی بود. ساعتها و ساعتها به قصه های مادر بزرگش یا شعرهایی که پدرش میخواند گوش میداد و آنها را حفظ میکرد. او از نوجوانی آزادانه حرفها و احساساتش را درباره همه چیز به صورت شعر مینوشت. نوشت. فروغ گاهی فکر میکرد شعر فارسی برای بیان احساسات و پیچیدگی های درونش چیزی کم دارد. و دوست داشت روش جدیدی را در شعر فارسی دنبال کند. او شعرهایش را برای چند مجله فرستاد و شانزده ساله بود که اولین شعرش چاپ شد. در ابتدای کار ادهی مخالف شعر فروغ بودند اما او میخواست برای رسیدن به آرزوها و رویاهایش همه تلاشش را بکند و خوب میدانست که موفقیت در هر زمینهی به مطالعه و هدف و تلاشهای مداوم احتیاج دارد. فروغ به اروپا رفت با هنر و ادبیات اروپایی از نزدیک آشنا شد و زبانهای مختلفی مثل انگلیسی ایتالیایی فرانسوی و آلمانی را یاد گرفت در تمام این سالها فروغ شعر میگفت فیلم می ساخت و کتاب ترجمه میکرد بعد از تجربه ها و تلاش فراوان شعر فروغ بسیار پخته شد و بالاخره مورد تحسین اهل هنر قرار گرفت و سرآغاز یک تغییر بزرگ در شعر فارسی شد. امروز نام فروغ با شعر نوع فارسی پیوند خورده و اشعارش به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده است. این اشعار پر از احساسات و عواطف پرشور انسانی، امید و غم شوق و دلهوره هستند که همگی در کنار هم پیچیدگی های درون انسان را بیان می کنند. اگر شما هم مثل فروغ به شعر علاقه هستید، می توانید یکی از اشعارش را حفظ کنید. دست هایم را در باغچه می کارم. سبز خواهم شد. میدانم، میدانم، می, دانم. می, دانم. می دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران ماهروخ فلاحی متولد بیست فروردین 1322 تهران نخستین زن مؤسس گاوداری صنعتی در ایران. ماهرخ دختری بود بسیار پر جنب و جوش و عاشق یادگیری. پدر بزرگش دامدار و کشاورز بود. ماهرخ که همیشه در مزرعه از بازی با گوسفندها لذت می برد، آرزو داشت وقتی بزرگ شد یک دامداری برای خودش داشته باشد. او در 17 سالگی وارد دانشگاه شد و بعد از فارغ تحصیلی معلم شد و بعدش هم معلم نابینایان. در اوایل کارش که او و چند معلم دیگر را برای یادگیری خط بریل به خارج از کشور فرستادند ماهروخ از سر علاقه به حیوانها و به یاد دامداری پدربزرگش به یک گاوداری سر زد و با روش های جدید گاوداری آشنا شد ماهروخ بعد از بازنشستگی توانست بیکار بنشیند به فکر آرزوی کودکیش افتاد خانهشان را فروخت و یک زمین خرید و برای خرید هفت گوساله از بانک وام گرفت گرفتن اجازه کار درد سرهای خودش را داشت می گفتن مگر یک خانم می تواند گافداری کند این کار مردانه است اما ماهرخ کوتاه نیامد و در آخر برای حل مشکلش به مسئولین پیشنهاد داد که به او مجوز یک ساله بدهند و اگر از پس کار بر نیامد لغوش کنند این طور بود که ماهرخ توانست گاوداریش را راه بیندازد. این روزها ماهرخ هر روز ساعت پنج صبح از خواب بیدار می شود و تا ساعت دوازده شب بر کارهای گاوداری نظارت می کند. او با علاقه تجربیاتش را با دیگران به اشتراک می گذارد و به دختران کمک می کند که با دامداری آشنا شوند. خانواده هایی که تا قبل از این به دخترهایشان اجازه کار در خارج از شهر را نمیدادند با خیال راحت دخترهایشان را برای کارآموزی به دامداری ماهرخ میفرستند خیلی از این دخترها بعدها برای خودشان مرغداری و گاوداری کوچکی دست و پا می کنند. ماهروخ که اولین زن مؤسس گاوداری صنعتی در ایران است به خاطر استفاده از روش های جدید دامپروری چهار بار برنده جایزه دامپروری نمونه کشور شده و گاوهای دامداریش برنده سه مدال طلای جشن انتخاب گاو برتر کشور شده اند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران سعیده قط، متولد 1330 تهران نیکوکار و تحولگر اجتماعی یک روز سرد زمستانی بود سعیده دختر دو سالش کیانا را برای آزمایش های همیشگی به مطب دکتر برد فکر میکرد کمی بعد برمیگردد و با خانواده شام میخورند و تولد کیانا را جشن میگیرند اما اینطور نشد دکترها به سعیده گفتند که کیانا باید بستری و هرچه سریعتر عمل شود. دنیا پیش چشم سعیده سیاه شد. چطور ممکن بود؟ دختر کوچولوی او سرطان گرفته بود. بیماری سختی که شاید هیچ وقت درمان نمی شد. سعیده فکر میکرد دنیا برایش تمام شده است. او که همیشه سعی کرده بود به همه کمک کند حالا احساس میکرد برای دخترش هیچ کاری از دستش بر نمی آید. درمان کیانا کوچولو را شروع کردند و چون بیماری زود تشخیص داده شده بود همه چیز خوب پیش رفت اما در طول دوره ای که سعیده کیانا را به بیمارستان می برد بچه های زیادی را دید که دچار همین بیماری شده بودند و خانواده هایشان توانایی پرداخت هزینه های درمان را نداشتند. کمی بعد سعیده کیانا را برای آزمایش به آلمان برد. او متوجه شد که در آلمان تقریبا همه هزینه های درمانی کودکان سرطانی رایگان است و مؤسسه های خیریه آن را پرداخت می کنند. این مؤسسه ها بیمارستان هایی درست کرده بودند که در آنها اتاق بازی و مدد کار داشتند تا بچه ها سختی بیماری را راحتتر تحمل کنند. از پدر و مادرهای این بچه ها هم حمایت می و به آنها آموزش و مشاوره میدادند. فکر تأسیس محک همانجا به ذهن سعیده رسید. او با خودش گفت چرا در کشور خودش چنین این ای را راه نیندازد؟ بعد از برگشتن به ایران با چند نیکوکار صحبت کرد و بالاخره با کمک آنها محک را تأسیس کرد. محک مرکزی است که بچه های مبتلا به سرطان که نیاز به کمک مالی دارند و همینطور پدر و مادرهایشان حمایت می کند و تمام امکاناتش برای آنها رایگان است. در سال 1386 تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودک محک در ایران با امکانات کامل تأسیس شد. محک جایزه های بین المللی بسیاری را برده و تحقیقات زیادی هم در زمینه سرطان انجام داده است. امروز بیش از 25 سال از تولد محک می گذرد. در این مدت محک توانسته از بیش از 25 هزار کودک مبتلا به سرطان حمایت کند. بسیاری از آن کودکان کاملا درمان شدهاند و مثل کیانا سالم و سرحال به خانه هایشان برگشتند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران مکرمه قنبری 1307 دو آبان 1384 روستای دری کنده بابل نقاش مکرمه در روستای کوچک در بابل به دنیا آمد. او از بچگی عاشق بازی کردن با گل و خاک بود ولی خیلی زود او را شوهر دادند و نتوانست به مدرسه برود و حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. شوهر مکرمه کشاورز بود و او هم در کنار شوهرش کشاورزی میکرد و به قصه هایی که شوهرش بلد بود و هنگام کار کردن برایش تعریف می کرد گوش میداد. داد. مکرمه نه بچه بزرگ کرد و شوهرش زود از دنیا رفت. بعد از مرگ شوهرش او گاوی را به عنوان دوست و همدم نگهداری میکرد و این گاو را خیلی دوست داشت. یک روز وقتی سراغ گاوش آمد دید که جایش خالی است. و فهمید که بچه هایش گاو را بدون اجازه او فروختند. مکرمه خیلی قصه خورد و نمیدانست تنهاییش را چطور پر کند. چون سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. کار در مزرعه هم برای مکرمه 67 ساله دیگر سخت شده بود. یک روز مکرمه به صدای درونش گوش کرد و با گل روی تخت سنگی گاوش را نقاشی کرد. بعد از آن مکرمه نقاشی های زیادی روی در، دیوار، سنگ و حتی کدو حلوایی کشید تا اینکه پسرش برایش کاغذ و رنگ خرید. مکرمه نقاشی های بسیار زیادی کشید. موضوع نقاشی هایش حیوان قصه های شاهنامه، قصه های قرآن و حکایت های قدیمی بودند که او موقع کشاورزی از زبان شوهرش شنیده بود. در سال 1374 اولین نمایشگاهش را در گالری سیهون برگزار کرد و بعد از آن در گالری های دیگر در ایران، آمریکا و اروپا نمایشگاه گذاشت. خانه مکرمه که روی در و دیوارش پر از نقاشی است، حالا موزه شده و خیلی از مردم هر سال به دیدن خانه و نقاشی هایش مردم صفا و صمیمیت نقاشی های او را دوست دارند. او با عشقی که به نقاشی کردن داشت، حالا روستای کوچکه دریکنده در را به روستای نقاشی ها تبدیل کرده. همه جای این روستا پر از نقاشی های نن مکرمه است. زنان پیش رو داستان هایی برای دختران ایران نصرت الملوک کاشانچی 1293-1369 ایران پزشک سالها پیش در ایران دختری به دنیا آمد که اسمش را نصرت الملوک گذاشتند. نصرت الملوک بسیار به درس خواندن علاقه داشت اما در نوجوانی به اصرار خانواده درس را کنار گذاشت تا ازدواج کند یک سال نگذشت که از همسرش جدا شد و با پسر نوزادش به خانه مادر و پدرش برگشت تا هم پسرش را بزرگ کند و هم درس بخواند نصرت الملوک در 18 سالگی از اولین زنانی بود که وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و بعد از آن برای ادامه تحصیل در رشته مامایی به اروپا رفت. بعد از بازگشت به ایران، نصرت الملوک به دانشگاه بازگشت و در رشته پزشکی زنان تخصص گرفت. نصرت الملوک پس از پایان تحصیلات در جنوب تهران درمانگاهی برای زنان درست کرد. او خیلی نگران وضعیت زنانی بود که در زمان به دنیا آوردن فرزندشان دچار مشکل می شدند. نصرت الملوک آرزو داشت بیمارستانی برای کمک به زایمان زنان بسازد اما پول کافی نداشت. یک روز پدر و برادرش که تاجر بودند تعدادی از تاجرهای معروف شهر را به خانهشان دعوت کرده بودند تا درباره کارهای خودشان با آنها صحبت کنند. در آن زمان وارد شدن زنان به مجلس مردان را درست نمیدانستند اما نصرت الملوک از فرصت استفاده کرد و قبل از اینکه برادر و پدرش برسند وارد اتاق شد و درباره وضعیت زنان جنوب تهران با آنها صحبت کرد وقتی پدر و برادرش رسیدند و او را در حال حرف زدن با تاجرها دیدند بسیار عصبانی شدند و او را بیرون کردند اما بعد از نیم ساعت برادرش نصرت الملوک را صدا زد و گفت تاجرها میخواهند با تو صحبت کنند پشت در بمان و به سوالهای آنها جواب بده این گونه بود که نصرت الملوک توانست پول لازم برای ساختن بیمارستان بازرگانان را جمع کند. این بیمارستان که ما امروز آن را به اسم بیمارستان اندرزگو می شناسیم سال هاست که به زنان و مردان بسیاری سلامتی بخشیده است. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران پروانه کازمی متولد مهر 1349 تهران کوه نورد پروانه از کودکی دختر درسخانی بود. او دوست داشت مدام خودش را امتحان کند و توانایی هایش را بسنجد. شاید برای همین بود که ریاضی را خیلی دوست داشت. فکر میکرد روزها و روزها بازی کردن با مسئله های ریاضی و پیدا کردن راه حل مثل یک مبارزه زیباست. او تدریس ریاضی را از دبیرستان شروع کرد. در دانشگاه شریف ریاضی خواند و به معلمی در این رشته ادامه داد. در کنار کارش ورزش هم میکرد و به طور حرفه‌ای بدمینتون بازی می کرد. پروانه مثل خیلی از تهرانی های دیگر برای آرامش ذهنی به توچال میرفت. یه روز یکی از دوستانش به او گفت که قصد دارد با یک گروه کوهنوردی دماوند را فتح کند. و چون بدن پروانه آمادگی لازم را داشت، تصمیم گرفت که به گروه آنها بپیوندند. وقتی به قله دماوند رسید، حسی را تجربه کرد که جدید بود هیجان و زیبایی وصف ناپذیر آن شب که به خانه برگشت انگار زندگیش عوض شده بود دیگر آن پروانه سابق نبود چیزی را دیده بود و راهی جدید را پیدا کرده بود او تصمیم گرفت به شکل حرف ای کوه نوردی را دنبال کند و چون باید تمرینات سنگین می کرد مجبور شد از کار معلمی استعفا دهد در دنیا چهارده قله بلندتر از هشت هزار متر است که در هیمالیا و قراقوم قرار دارند و آرزوی هر کوه است که آنها را فتح کند. بالای قله آن کوه ها معروف است به منطقه مرگ. هوا خیلی سرد است، اکسیژن خیلی کم است و اگر کسی آمادگی لازم را نداشته باشد ممکن است بمیرد. وقتی پروانه تصمیم گرفت این قله ها را فتح کند خیلی ها او را ترساندند و گفتند یک زن نمیتواند این کارها را بکند اما پروانه به عشق آن زیبایی سختی ها را به جان خرید و دل به حرف لاله اسفندیاری کوهنورد ایرانی دیگری بست که میگفت زن ایرانی می تواند. پروانه تا امروز پنج قله بالای 8000 متر و دو قله حدوداً 7000 متری را فتح کرده و اولین زن دنیاست که هر دو قله اورست بلندترین قله دنیا و لوتسه چهارمین قله بلند دنیا را در یک هفته فتح کرده است او آرزو دارد همه چهارده قله را فتح کند و میگوید ما تا زمانی زنده هستیم که تلاش می کنیم. بدون آن همه چیز راکد و معنی است زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران فرشته کریمی متولد 17 بهمن 1367 تهران ورزشکار فرشته از بچگی عاشق فوتبال بود و جز عروسکهایش دو تا توپ فوتبال هم داشت وقتی خیلی کوچک بود هر هفته با پدر و برادرش فوتبال بازی می او هر وقت در مدرسه توپی پیدا می کرد با آن فوتبال بازی می کرد. این برای بقیه بچه ها خیلی عجیب بود و یکی از معلم های ورزش همیشه دعوایش میکرد و میگفت توپ والیبال خراب میشه. فرشته اصلا نمیدونست توپ فوتسال زنان در ایران وجود داره تا اینکه یک روز یکی از دوستانش یک باشگاه ورزشی را برای تمرین فوتسال به فرشته معرفی کرد. آنها دوتایی در باشگاه ثبت نام کردند. یک سال بعد فرشته از بهترین بازیکنان مسابقات دانش آموزی فوتسال شد و برای بازی در تیم ملی انتخابش کردند. فرشته فقط 16 سالش بود که آماده اولین بازی رسمی در تیم ملی ایران شد. بازی در خارج از ایران برگزار می شد و پدر و مادر فرشته که به خاطر سن فرشته نگران درس های مدرسه و سفرش به خارج از ایران بودند با رفتن او مخالفت کردند و از او خواستند که این راه را ادامه ندهد. تا اینکه یکی از عموهای فرشته که علاقه او را به فوتسال دیده بود، پادرمیانی کرد و پدرش را راضی کرد که با سفر او موافقت کند. فرشته در سال 2013 یکی از ده بازیکن برتر فوتسال جهان شد و در سالهای 2015 و 2018 به عنوان بهترین بازیکن فوتسال بانوان آسیا انتخاب شد. او میگوید آنهایی که آشنا نیستن حتی نمیدانند که فوتسال بانوان وجود دارد. من گاهی ناراحت میشوم که مردم نمیدانند ما این همه زحمت میکشیم. اما رفته رفته بهتر شده و الان تقریبا همه می دانند اتفاق خوبی در فوتسال بانوان افتاده است. در سال 1397 تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای دومین بار قهرمان مسابقات جام ملتهای آسیا شد. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران نرگس کلباسی اشتوری متولد یک فروردین 1367 اسفهان نیکوکار نرگس چهار ساله بود که همراه خانوادهش به انگلستان مهاجرت کرد. او در بچگی پدر و مادرش را از دست داد. پس از این اتفاق تلخ نرگس و برادرانش برای گذراندن زندگی باید سخت کار می کردند. نرگس می خواست روی پای خودش بایستد و از کسی پول نگیرد. از وقتی کوچک بود در دل احساس می کرد باید به همه بچه های فقیر دنیا کمک کند. پیش خودش فکر می کرد که من و برادرهایم توانستیم کار کنیم و در امنیت زندگی کنیم. اما بچه های فقیری که پدر و مادر ندارند و نمی توانند کار کنند چطور زندگی می کنند؟ چون نرگس باید از برادر کوچکش مراقبت می کرد امکان کمک کردن به بچه های فقیر را نداشت. وقتی امش سرپرستی برادر کوچکش را پذیرفت، نرگس خیالش آسوده شد و تصمیم گرفت رویایش را تحقق بخشد. نرگس به هند رفت تا به کودکان فقیر آنجا کمک کند. وقتی داوطلبانه در پرورشگاه کوچکی در هند کار میکرد، فهمید که شرایط زندگی بچه ها در آنجا بسیار سخت است. پرورشگاه خیلی کوچک بود. نرگس به کانادا رفت تا برای ساختن خانهای برای کودکان هندی پول جمع کند. نرگس این پول را با فروختن شیرینی، شستن ماشین ها و کار در فروشگاه به دست آورد و تمام پولی را که از پدرش به ارث برده بود برای ساختن خانهی برای کودکان هندی خرج کرد. نرگس در هند با مشکلات زیادی روبرو شد و در نهایت به زادگاهش ایران برگشت. بعد از زلزله کرمانشاه در سال 1396 فورا خودش را به روستاهای زلزله زده رساند و با جمع آوری کمک های مردمی برای زلزل زدگان خانه و زمین بازی برای بچه ها ساخت و به اشتغال زایی در آن روستاها کمک کرد. مردم منطقه آنقدر نرگس را دوست دارند که خیلیها اسم نوزادان دخترشان را نرگس گذاشتند. نرگس میگوید من به خودم اجازه تسلیم شدن نمیدهم چون وقتی شما صادقانه و مهربانانه در مسیری قدم برمیدارید هیچ چیزی نمیتواند مانع راهتان شود آدم های زیادی بودند که فکر میکردن من با این کارها وقت و زندگیم را تلف میکنم ولی من اهمیتی نمیدادم و هدفم را میدانستم و نمیخواستم هیچ چیز مانع کمک من به کودکان فراموش شده جهان شود زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران زهرا گیتی نژاد متولد 1330 تهران معلم و تحولگر اجتماعی سالها پیش در ایران دختری به دنیا آمد که بعدها سرنوشت کودکان زیادی را تغییر داد زهرا دبیرستانش را که تمام کرد خیلی دلش میخواست به دانشگاه برود اما خانوادهش اجازه ندادند به همین دلیل تصمیم گرفت معلم شود و بعد از گذراندن دوره کارآموزی در 20 سالگی کارش را شروع کرد البته او چند سال بعد به دانشگاه رفت و در کنار کار مدرک کارشناسی هم گرفت. در سال 1382 زهرا به عنوان کارشناس به یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان رفت تا از مدارس آنجا بازدید کند. او دید که در یکی از روستاها کلاس درس بچه ها در جایی برگزار می شود که شبها گوسفندان را آنجا نگه می دارند. زهرا که از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شده بود وقتی به تهران بازگشت ماجرا را برای دانش آموزانش تعریف کرد. آنها پرسیدند که چطور می توانند به آن بچه ها کمک کنند و همان وقت فکری عالی به ذهن زهرا رسید و آن فکر چیزی نبود جز راه انداختن یک مرکز خیریه برای کمک به ادامه تحصیل بچه هایی که در مناطق کم درآمد کشور زندگی می کنند. خیریه مهر گیتی تا کنون 250 مدرسه در مناطق مختلف ایران ساخته و دو میلیون و 600 هزار کتاب و 2500 رایانه برای تحصیل این کودکان تهیه کرده است. زهرا که به بانوی مدرسه های ایران معروف شده است میگوید من ثروتمندم ولی پولدار نیستم. ثروتمندم چون دوستان زیادی دارم که به من اعتماد می کنند و پولهایشان را به مؤسسه خیریه من می دهند تا به دست بچه ها برسانم. او می گوید با دست های خالی هم می توان به درس خواندن بچه ها کمک کرد. من در روستایی پیرزنی را دیدم که در یک اتاق زندگی می کرد و همان اتاق را به بچه ها داده بود تا کلاس درسشان باشد و خودش صبح تا زور روی پله ورودی خانش منتظر می نشست تا درس بچه ها تمام شود و بعد به خانش باز می گشت. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران تبسم لطیفی متولد 14 اسفند 1364 خرم‌آباد کارآفرین در شهر خورم آباد دختری زندگی میکرد به اسم تبسم. او مثل اسمش همیشه لبخند به لب داشت. تبسم در هجده سالگی زادگاهش خورم آباد را برای تحصیل در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ترک کرد. تبسم بعد از پایان دوره کارشناسی در تهران ماند تا کار کند و همان وقت بود که با همسرش مهدی ازدواج کرد. تبسم و مهدی پا به پای هم های طولانی کار میکردند، و هیچ کدامشان فرصتی برای آشپزی نداشتند و بیشتر روزها بیرون از خانه غذا میخوردند. غذاهای بیرون خیلی چرب و شور و تکراری بودند. خیلی وقتها تبسم دلش قش میرفت برای یک وعده دستپخت مادرش. هر روز وقت سفارش غذا تبسم به این فکر میکرد که زن و مردهای بسیاری در تهران این مشکل را دارند و باید راه حلی برای این مسئله وجود داشته باشد. سرانجام یک روز ایده نابی به ذهن تبسم رسید و این گونه بود که آستینهایش را بالا زد تا ایدهش را به انجام برساند. تبسم با تکیه بر توانمندی هایی که در رشته مهندسی برق و همچنین کارشناسی ارشد مدیریت کسب کرده بود، شرکتی تأسیس کرد که خانم های خانداری که دستپختشان عالی است به کسانی که دلشان برای یک وعده غذای مامان پز لک زده وصل شوند. هر روز مشتری های شرکت مامان پز در اینترنت تصمیم می که فردا دوست دارند غذای کدام مامان را بخورند. روز بعد وقت ناهار غذای گرم و خوشمزهشان به آدرسشان تحویل داده می شود. بعد از تقریبا چهار سال امروز شرکت مامان پز هر ماه برای حدود پنجا هزار نفر ناهار خانگی فراهم می کند. چون تبسم و همکارهایش سیستم های برای انجام کار تراحی کردند. این کار فقط با 20 نفر کارمند و البته مهمتر از همه بیش از 300 مامان انجام می شود. تبسم تصمیم دارد آنقدر شرکتش را بزرگ کند که بتوانند هر روز به 200 هزار نفر غذا برسانند. رسیدن به این قله بلند بسیار سخت است ولی تبسم و تیمش با تمام انرژیشان به حرکت ادامه می دهند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران مینو مهرز متولد 29 دی 1324 تهران پزشک تمام صندلی های سالن پر شده بود با اینکه ساعت نهار بود همه پزشکان جمع شده بودند تا سخنرانی مینو را بشنوند او قصد داشت درباره بیماری جدیدی به اسم ایدز صحبت کند که کسی تا به حال اسمش را نشنیده بود سخنرانی شروع شد مینو برای اولین بار در ایران از این بیماری صحبت کرد که در آمریکا و کشورهای دیگر شایع شده و موج آن به زودی به ایران هم می رسید و همچنین راه های کنترلش را به پزشکان آموزش داد. وقتی مینو نوجوان بود همراه داییش به اتاق عمل می رفت و آرزو داشت مثل او جراح شود. مردم جراحی را شغلی مردانه می دانستند و به جراحان زن مراجعه نمی کردند. در نتیجه از آنجایی که دلش میخواست به مردمش خدمت کند و همینطور در آن زمان بیماری های افونی زیادی در ایران وجود داشتند تصمیم گرفت در رشته افونی درس بخواند و در دانشگاه تهران قبول شد و بعد در همانجا استاد شد ده سالی از کار کردنش میگذشت که از شیوع ایدز آگاه شد و در سال 1363 در کنگره افونی درباره ایدز سخنرانی کرد او عضو کمیته کشوری ایدز شد و چون کارشناس سازمان جهانی بهداشت در منطقه هم بود کار اطلاع رسانی و آموزش و درمان را در ایران و کشورهای اطراف پیش برد چند سال بعد مرکز تحقیقات ایدز تأسیس شد و مینو مسئولیت آن را به عهده گرفت و پروژه های زیادی را در آنجا اجرا کرد از جمله تأسیس باشگاه یاران مثبت که بیماران مبتلا به ایدز ادارهش می کردند و کارش آموزش و توانمند سازی بیماران بود. این مرکز نمونه شناخته شد و بعدها در شهرهای دیگر هم مشابه آن را ایجاد کردند. آن اوایل که این بیماری ناشناخته بود، مینو و گروهش تنها پناه بیماران و خانواده هایشان بودند و دارو و مراقبت های پزشکی را در اختیارشان می گذاشتند. به دلیل حساسیت ها روی بیماری ایدز آنها از طرف افرادی که نگرش مثبت ندارند مورد اتهام قرار گرفتند. مینو فکر می کرد که نباید کوتاه آمد و حق و جای خودش را در جامعهش تثبیت کرد. او سعی می کند با آموزش بیشتر به افراد مبتلا به این بیماری راهش را ادامه دهد. مینو باور دارد که ورزش به او کمک کرده تا بتواند با توان بیشتری کارش را انجام دهد. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران مهلقا ملاح متولد پنج مرداد 1296 مشهد مادر محیط زیست ایران با های لرزانش نهالی میکارد بچه ها دورش حلقه زدن میگوید هوای پاک حق ماست و بچه ها تکرار می کنند. تولد صد سالگی محلقا ملاح است مادر محیط زیست ایران محلقا میگوید گاهی فکر می کنیم ما باید به بچه ها چیز یاد بدهیم اما وقتی بچه می گوید هوای پاک حق ماست زمین پاک حق ماست این ما هستیم که باید از بچه ها چیز یاد بگیریم. محلقا از بچگی دختری کنجکاو بود و از هر موقعیتی برای یادگیری استفاده می کرد. بزرگتر که شد بعد از تمام شدن تحصیلاتش در دانشگاه تهران و سوربن فرانسه در تهران مشغول کار کتابداری شد. محلقا ساعتها در کتابخانه مطالعه می کرد و با خواندن کتابی به مسئله محیط زیست علاقه شد. مسئله که در ایران کاملا ناشناخته بود و حتی یک کتاب فارسی دربارهش وجود نداشت. محلقا تصمیم گرفت برای محیط زیست ایران کاری کند کارستان. این شد که در کنار کتابداری فعالیت های محیط زیستیش را شروع کرد و حاصل کارهایش شد اولین مؤسسه محیط زیستی ایران. محلقا دوست داشت آنچه را در کتابها خوانده به دیگران آموزش دهد آن زمان مثل حالا فیسبوک و توییتر نبود که بشود به راحتی حرکتهای اجتماعی راه انداخت او تفکیک زباله و کمتر مصرف کردن پلاستیک را از خانه خودش شروع کرد و اطرافیانش را هم به این کار تشویق میکرد بعد از بازنشستگی فعالیتهای محلقا گسترش پیدا کرد و با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را بنیان گذاشت که یکی از اهداف اصلیش آشنا کردن خانواده ها با تفکیک زباله بود. محلقا با کمک جمعیت زنان چراغی را روشن کرد که نور راه خیلی ها شد. مؤسسه‌ای که او تأسیس کرد امروز دانشکده محیط زیست شده است. جمعیت زنان در 16 شهرستان ایران شعبه دارد و دیگر تفکیک زباله و درختکاری در بین خانواده های ایرانی شناخته شدند. محلقا درباره تأسیس جمعیت زنان می گوید باور داشتم که زنان مربیان فطری در جوامع بشری هستند و کارهای بسیاری از آنها ساخته است. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران خواهران منصوریان شهربانو 1364 سهیلا 1369 الهه 1370 سمیرون ورزشگار الهه خودش را کنار یک معبد نقاشی کرده بود. نقاشی را به خواهرهایش نشان داد و گفت یه روز میرم چین و همه رازهای وشو را یاد میگیرم. شهبانو، سهیلا و الهه در خانواده پرجمعیت در شهر سمیرون به دنیا آمده بودند. شهربانو دوازده ساله که بود برای کمک به خانواده آنها را ترک کرد و برای کار در خانه ای راهی شیراز شد. سوهیلا هم برای زندگی به خانه یکی از فامیل هایشان رفت تا خرج خانواده کمتر شود. الهه خیلی دلتنگ خواهرهاش بود تا اینکه بعد از چند سال شهربانو برگشت و با پولی که در این مدت پسنداز کرده بود اسبی خرید. های آبشار سیمیروم سوار اسبش میشدند و شهربانو اینجوری به مخارج خانواده کمک میکرد الهه فهمید که شهربانو در اوقات فراغتش در شیراز یک ورزش رزمی چینی به نام وشو یاد گرفته است الهه فکر کرد اگر او هم وشو یاد بگیرد میتواند مربی شود و از این راه کسب درآمد کند در سمیروم باشگاه وشو نبود به همین دلیل الهه و شهربانو سه روز در هفته پنج صبح بیدار می شدند و به اصفهان می رفتند. سخت تمرین می کردند و شب دوباره به سمیرون برمیگشتند و فردای آن روز به سیبچینی در باغها و سوار کردن توریست ها در کنار آبشار سمیرون می پرداختند. بعد از مدتی سوهیلا هم پیش خانوادهش برگشت و او هم با کمک خواهرانش توانست وشو یاد بگیرد. آنها آنقدر برای رسیدن به آرزویشان تلاش کردند تا موفق شدند عضو تیم ملی وشو بانوان ایران شوند و در مسابقات جهانی شرکت کنند. شهربانو سهیلا و الهه مدالهای بسیاری گرفتند. الهه موفق شد ورزشکاران چینی را شکست دهد و مدال طلای جهانی را از آن خود کند. الهه میگوید ما نخواستیم تسلیم شویم تا همه خانواده کنار هم بمانیم. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران مریم میرزاخانی 22 اردیبهشت 1356 23 تیر 1396 تهران ریاضیدان مریم در کودکی آرزو داشت نویسنده شود و همیشه و همه جا کتاب میخواند وقتی بزرگتر شد فهمید که درس ریاضی را خیلی دوست دارد دوم دبیرستان که بود در المپیاد ریاضی شرکت کرد و به مرحله دوم رسید. المپیاد ریاضی مسابقه است که در آن شرکت کننده ها در امتحانی با هم رقابت می کنند و هر که نمره بیشتری بیاورد مثل ورزشگار ها مدال می گیرد. در آن زمان کلاس دومی دو ها اجازه نداشتند در رقابت های کشوری شرکت کنند اما معلم مریم مسئولان المپیاد را راضی کرد که به مریم این اجازه را بدهند. در آن سال مریم مدال طلای کشوری را به دست آورد. او اولین دختری بود که به تیم المپیاد جهانی ریاضی ایران راه پیدا کرد و مدال طلای جهان را برنده شد. سال بعد هم در مسابقه های جهانی المپیاد ریاضی موفق به کسب به مدال طلا با نمره کامل شد. در دنیا او اولین کسی بود که موفق به انجام این کار شد. مریم در دانشگاه صنعتی شریف ریاضیات خواند و پس از آن برای دکترا به دانشگاه هاروارد یکی از بهترین دانشگاه های جهان رفت. پس از پایان دوره دکترا در دانشگاه پرینستون و دانشگاه استنفورد به عنوان محقق به حل مسائل ریاضی ادامه داد مریم درباره خودش میگفت که من یک ریاضیدان صبور هستم او ساعتهای متوالی به مسائل هندسه فکر میکرد و عادت داشت در حالی که به مسئله فکر میکند روی کاغذ طرحهای پراکنده بکشد به همین دلیل آناهیتا دختر کوچولویش فکر میکرد مادرش نقاشی میکشد در سال 1393 مریم اولین زنی بود که بالاترین جایزه ریاضیات در جهان یعنی مدال فیلدز را برنده شد. مریم می گفت گاهی وقتا احساس می کنم در جنگل بزرگی هستم و نمیدونم به کجا میرم ولی به طریقی بالای تپهی می رسم و میتونم همه چیز رو واضح تر ببینم. آنچه در آن حالت رخ میدهد واقعا هیجان انگیز است. پر این بخش مطالعه ریاضی لحظه ایه که میگی آها ذوق کشف و لذت فهمیدن چیزی جدید احساس ایستادن بالای یک بلندی و رسیدن به دیدی شفاف و واضح زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران توران میرهادی 1306 18 آبان 1395 تهران تحولگر آموزشی، نویسنده و استاد ادبیات کودکان. توران 19 ساله بود که برای درس خواندن به فرانسه رفت. جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود. این جنگ که دیکتاتور آلمان هیتلر شروع کرده بود، شهرهای بسیاری را در اروپا ویران کرده بود. توران با دیدن ویرانه های جنگ از خودش پرسید: چرا جنگ و این همه خرابی؟ هیتلر چگونه آمد؟ و چه کسانی رهبری او را پذیرفتند توران به این نتیجه رسید که روش آموزش در مدرسه های کشور آلمان آدمها را مطیع و بی اختیار و بدون تفکر انتقادی رشد داده و باعث شده آنها دست به هر جنایتی بزنند او فکر کرد که اگر بچه ها یاد بگیرند آزادانه تصمیم گیری کنند و فقط به حرف دیگران گوش ندهند انسان های آگاه تری شده و به دستور دیگران جنایت نمی کنند. به همین خاطر توران تصمیم گرفت در رشته روانشناسی و آموزش درس بخواند تا بتواند به تربیت انسانهای آزاده کمک کند او به ایران برگشت و مدرسه ای به نام فرهاد را تأسیس کرد که در آن به جای اینکه مدیر تصمیم بگیرد و بچه ها فقط گوش کنند تصمیمات مهم را خود بچه ها می گرفتند. دانش آموزان هر مقطع نمایندگانی انتخاب میکردند که وظیفه قانونگذاری و اداره مدرسه را بر عهده داشتند. این نماینده ها مشخص می چه تکالیفی به بچه ها داده شود تا باعث پیشرفت آنها شود. حتی برنامه های گردش علمی هم با آنها بود. این مدرسه خیلی موفق شد و افراد سرشناس زیادی در آن تربیت شدند. توران عاشق بچه ها بود و در طول زندگیش کارهای مختلفی برای بهتر شدن زندگی آنها انجام داد. از جمله تأسیس شورای کتاب کودک. این شورا نویسندگان کتاب کودک را دور هم جمع کرد تا با هم فکری یکدیگر بتوانند کتابهای بیشتر و بهتری برای بچه ها بنویسند. عمر این شورا امروز از پنجاه سال گذشته و از دل آن تعلیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان درآمده که چندین جلد کتاب چاپ شده است توران میرهادی به خاطر تلاشای بسیارش به مادر ادبیات کودک و نوجوان معروف شده است. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران زهرا نعمتی متولد ده اردی بهشت 1364 کرمان ورزشکار در شهر کرمان دخترکی به نام زهرا زندگی می کرد که آرزو داشت قهرمان جهان شود. زهرا ورزش را خیلی دوست داشت. از دوازده سالگی تکواندو را شروع کرد و کمربند مشکی گرفت. او در مسابقات زیادی شرکت کرد و توانست عضو تیم ملی تکواندوی زنان ایران شود. زهرا خیلی خوشحال بود چرا که داشت به رویای قهرمانیش نزدیک میشد، اما در هجده سالگی اتفاق بدی برایش افتاد. در راه برگشت از دانشگاه در مسیر شهر جیروف به کرمان تصادف کرد و قطع نخا شد. یعنی دیگر هرگز نمیتوانست راه برود و باید روی صندلی چرخدار می نشست. در بیمارستان که به هوش آمد از خودش پرسید پس رویاهایم چه می شود؟ تکواندو ورزشی بود که در آن فقط از پا استفاده می کردن و زهرا دیگر نمی توانست روی پایش بیستد. همان وقت فهمید که دیگر نمی تواند تکواندو کار کند. اما این حادثه تلخ باعث نشد که زهرا رویایش را فراموش کند. چند سال بعد شروع به تمرین تیراندازی با کمان کرد. او که عاشق ورزش بود سخت تلاش کرد و خیلی زود به تیم ملی تیراندازی با کمان راه پیدا کرد. زهرا در پار المپیک المپیک معلولان 2012 لندن مدال طلای جهان را به دست آورد و اولین زن ایرانی شد که توانست در رقابت‌های پار المپیک مدال طلا بیاورد چند سال بعد با وجود معلولیت عضو تیم ملی غیر معلولان در مسابقات المپیک ریو 2016 شد و پرچمدار کاروان ایران در این رقابتها بود اگرچه نتوانست در این مسابقات مدال بیاورد در مسابقات پار المپیک ریا دوباره قهرمان جهان شد و مدال طلا گرفت. زهرا میگوید مهم نیست چه شرایطی دارید. اگر به هدفتان ایمان داشته باشید، هیچ مانعی نمیتواند جلوی شما را بگیرد. او همچنان به تمرین تیراندازی ادامه میدهد و امیدوار است بتواند تواند مدالهای رنگارنگ رنگ بیشتری به گردن آویزد. زنان پیشرو داستانهایی برای دختران ایران پروانه وسوق اسفند 1314 سی اردی بهشت 1392 تفرش پزشک نزدیک به 80 سال پیش در یک روز زیبای اسفند در هوایی که نوید آغاز بهار را میداد در شهر تفرش دختر کوچولویی به دنیا آمد که اسمش را پروانه گذاشتند پروانه خیلی باهوش و سخت کوش بود او بسیار درس میخواند چون دلش میخواست وقتی بزرگ شد دکتر و توانایی شود و همه مریض های دنیا را درمان کند. تلاشایش نتیجه داد و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. درسش که تموم شد فکر میکرد که هنوز یه دنیا چیز برای یاد گرفتن وجود دارد. دلش میخواست بهترین پزشک دنیا شود. پروانه برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفت و تخصص و فوق تخصصش را در رشته خون و سرطان شناسی از دانشگاه کمبریج، ماساچوست و ایلونوی سه تا از بهترین دانشگاه های جهان گرفت. او که عاشق ایران بود بعد از تمام شدن درسش به ایران برگشت تا بتواند ایرانی هایی را که به بیماری سرطان دچار می شوند درمان کند. دکتر پروانه وسوق چهل و دو سال با صبوری و عشق فراوان هموطنانش را درمان کرد. او زنی بود ساده پوش که هر روز صبح زود با فلکس قرباقهیش سر کار می رفت و دیر وقت به خانه برمیگشت. برای اینکه به خانواده های مریض هایش کمک کند قسمتی از درآمدش را به بیمارستان می بخشید. بارها از کشورهای اروپایی و آمریکا دعوتش کردند که ایران را ترک کند و برای درمان بیمارها به آن کشورها مهاجرت کند ولی او همیشه خدمت به کودکان سرطانی وطنش را برمیگزید یکی از مهمترین کارهایی که پروفسور پروانه وسوق برای ایران انجام داده کمک به راه اندازی و موفقیت مؤسسه محک است که از کودکان سرطانی حمایت می کند. دکتر وسوق هیچ وقت فرزندی به دنیا نیاورد ولی با علم و دانش و عشق بیدریقش به بچه های خیلی زیادی زندگی بخشید. به همین دلیل خیلی ها به او مادر ترزای ایران یا فرشته نجات کودکان سرطانی ایران میگویند. در تهران اسم خیابانی را به نام پروفسور پروانه وسوق نامگذاری کردند تا مردم ایران همیشه او را در یاد داشته باشند. زنان پیش رو داستانهایی برای دختران ایران برای گوش دادن به فایل های صوتی بیشتر ات امید جاویدان را تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخانی عضو شوید. فریبا وفا متولد یک بهمن 1341 تبریز نویسنده فریبا از کودکی به داستان نویسی و کتاب خواندن خیلی علاقه داشت اما مثل بچه های همسن و سالش دلش میخواست یا معلم شود یا پرستار از شغلهای دیگر چیز زیادی نمیدانست به نظرش نویسنده شدن شغل نبود آرزو بود شاید هم بیشتر از آن یک رویا بود رویایی ناممکن و دست نیافتنی ولی بسیار شیرین یک روز استاندار به مدرسه آنها آمد و معلم فریبا از آنها خواست گزارشی از بازدید او بنویسند روز بعد پرسید که کسی چیزی نوشته است فریبا دستش را خجالت زده بالا برد در کلاس فقط او این کار را کرده بود بعد پای تخت رفت و گزارش خود را خواند. معلمش خیلی تشویقش کرد. از آن روز تصمیم گرفت نوشتن را جدی تر بگیرد. فریبا در سن 26 سالگی اولین داستانش را در مجله آدینه چاپ کرد. ولی هنوز به خودش اطمینان نداشت و به جای اسم خودش از اسم مستعار استفاده کرده بود. در آن زمان نوشتن از احساسات درونی برای زنان کاری بسیار جسورانه محسوب می شد. و زنان نویسنده زیادی در ایران نبودند. فریبا با داشتن دو بچه زمان زیادی برای خودش نداشت اما هر فرصتی که پیدا می کرد داستان می نوشت. بارها ناامید شده بود و داستان نوشتن را ول کرده بود ولی باز هم دوباره سعی کرده و داستان نوشته بود. نوشتن براش مثل چادر کوچکی بود که از شلوغی و نگرانی و فشار بیرون به آن پناه می برد و با توان بیشتر از آن بیرون می آمد. فریبا چندین رمان و مجموعه داستان نوشت. سومین کتابش پرنده من برنده جایزه گلشیری شد و به این ترتیب نام او بر سر زبان ها افتاد و افراد بیشتری به خواندن کتابهایش علاقه مند شدند. کتابهای فریبا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی ترجمه و چاپ شدند و در سال 1396 برنده جایزه پرخواننده ترین کتاب غیر آلمانی مؤسسه ادبی لیت پروم آلمان شد. بیشتر شخصیت های اصلی داستان های فریبا زن ها هستند. او در مورد زنها، احساسات و مشکلات آنها می نویسد. شخصیت های داستانهایش زنهایی هستند که میشناسد و آنها را از نزدیک دیده است. او فکر می کند یک نویسنده ی زن بهتر می تواند از زنها و دنیای آنها بنویسد. پایان کتاب